فصل نهم، تست ها و ضریب تحمل استرس. تشخیص میزان استرس با روش های علمی، تست، آزمون و غیره میسر است. جدولی که می آوریم نمونه ایست از اتفاقات و تغییراتی که در یک سال گذشته در زندگی شخص ممکن است روی داده باشد. توضیح داده ایم که هر تغییر یا تحولی می تواند استرس‌زا باشد. مثالی می زنیم تا معلوم شود که کدام یک از این رویدادها می تواند استرس‌زای مثبت یا منفی باشد. ناگهان در اداره ترفیع مقامی پیدا می کنید که برایتان غیر منتظره بوده است. صبح که از خانه خارج می شوید متوجه می شوید که چرخ ماشینتان پنچر شده است. به مهمانی و ضیافتی می روید که تا 2 ساعت بعد از نیمه شب طول می کشد. گربه ملوستان ناگاه ناخوش شده است. دوست صمیمی و قدیمیتان با همسرش سرزده به خانهتان می آیند تا 1 هفته مهمانتان باشند. یکی از این موارد یا تمام آنها می تواند در شما استرس ایجاد کند. نمونه ها متفاوت و بیشمار است و در هر کس بر حسب خلق و خو و طرز تربیت، ارث، محیط خانوادگی و اجتماعی تفاوت پیدا می کند. ولی برای یافتن ضریب تحمل استرس می تواند با تستی که انجام می دهیم از میزان آن تا حدودی آگاه شد. با جمع اعداد نتیجه معلوم می شود. استرس 1. مرگ همسر، پدر، مادر، دوست و یا نامزد. نمره هر رویداد 100. 2. طلاق خود یا والدین 65. 3. بلوغ 65. 4. حاملگی 65. 5. جدایی از دوست یا نامزد 60. 6. محکوم به زندان شدن و یا به علت حسن رفتار موقتا آزاد گشتن 60. 7. مرگ یکی از افراد فامیل به استثنای والدین، همسر یا نامزد 60. به هم خوردن نامزدی 55. نامزد شدن 50. بیماری یا جراحت شدید 45. ازدواج 45. وارد کالج، دانشگاه یا دبیرستان شدن 45. تغییر و تحول در استقلال فرد و مسئولیت ها 45. مصرف هر نوع مواد مخدر یا الکل 45. اخراج از کار یا از دبیرستان و محل تحصیل 45. تغییر و تحول ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر 45. آشتی با همسر، افراد خانواده و نامزد و دوست 40. مزاحمت و ایجاد دردسر در مدرسه و محل تحصیل 40. بیماری ناگهانی و دشوار یکی از اعضای خانواده 40. کار همزمان با تحصیل 35. کار کردن بیش از 40 ساعت در هفته 35. تغییر رشته تحصیلی 35. تغییر ساعت وعده ملاقات 35. بروز دشواری در روابط جنسی و رفع مشکلات آن 35. مواجه شدن با عضو جدید خانواده، نوزادی که تازه به دنیا آمده
یا ازدواج مجدد یکی از والدین. 35. تغییر ناگهانی در وظایف و مسئولیت‌های شغلی. 35. تغییرات در اوضاع مالی. 30. مرگ ناگهانی یک آشنا و دوست صمیمی به غیر از خانواده و فامیل. 30. تغییر و تحول در نوع کاری که شخص انجام می‌دهد. 30. تغییرات ناشی از جر و بحث با همسر، دوست یا نامزد. 30. خواب کمتر از 8 ساعت در شب. 25. درگیری و ناراحتی با زن برادر یا برادر شوهر یا خانواده و دوست و یا نامزد. 25. موفقیت‌های بزرگ فردی، پاداش، رتبه و مقام و جایزه. 25. همسر یا یکی از والدین بدون مقدمه شروع به کار می‌کند یا از کار دست می‌کشد. 20. شروع درس و تحصیل یا تمام کردن آن. 20. تغییرات در نحوه زندگی، ورود مهمان سرزده، تغییر دکور، عوض شدن هم اتاقی. 20. تغییرات عادات شخصی، شروع یا ترک عادت مثل کشیدن سیگار، رژیم گرفتن و غیره. 20. آلرژی های مزمن. 20. درگیری با رئیس و کارفرما. 20. تغییر ساعت کار. 15. تغییر محل سکونت. 15. تغییر مدرسه. 10. تغییر سیکل قاعدگی. 15. تغییر در اجرای مناسک و فعالیت‌های آیینی. 15. قرض بالا آوردن. 10. تغییر برنامه دوره‌های فامیلی. 10. تعطیلات. 10. رفتن به تعطیلات زمستانی. 10. نقص قانون ولی و جزئی و اندک. 5. و آخر جمع امتیازات. در این جدول از شما خواسته می شود تا تغییرهای 12 ماه گذشته را در تست منظور کنید، زیرا استرس ها همانند سنگی که در استرخ صافی می افتد و یک رشته امواج از مرکز سقوط ایجاد می کند، حوادث و رخدادهای زندگی نیز همانند سنگ اثرات خود را تا مدتها بر جای می گذارند، به طوری که خاطرات آنها تا مدتها از بین نمی روند و اینها همان بازتابهای استرسی هستند که چه بسا تا سالها دوام می آورند. به هر حال اگر حاصل جمع تست بیش از 250 باشد، دچار استرس بالا هستید و اگر 150 است، استرس پایین و قابل تحملی دارید. به هر تقدیر اگر زیر ضربه های استرس شدید و بالا قرار دارید، آن را دست کم نگیرید و هرچه زودتر در صدد درمان و کاهش آن برایید. ارگانیسم در این حالت به اتومبیلی میماند که موتور آن در وضعیت قرمز قرار دارد و یا توستری که در نقطه سرخ شدن ثابت مانده و سیستم آن قطع نمی شود و یا یک نیروگاه اتمی که با حد اکثر انرژی کار می کند. طبیعی است که در این گونه موارد هر سیستمی عاقبت به نقطه انفجار می رسد و از کار می افتد. به یاد داشته باشیم که استرس به هر حال شخص را ناخوش و بیمار می کند که ساده ترین عارضه آن سرد کردن شور و شوق زندگی از انسان است. تا دیر نشده بایستی به خود آمد و به چاره جویی پرداخت. تا چه اندازه استرس دارید؟ غالبا این سوال برای هر کس پیش می آید که تا چه اندازه استرسی است. با تست ساده‌ای که می آوریم می توان به این پرسشی که فکر را به خود مشغول می کند پاسخ داد و ضریب تحمل استرس را
این بار با این تست معلوم کرد. حل مسئله نیز آسان است. هر قطع علامت ها بالاتر باشند، ضریب استرس یا تحمل سوژه نیز بالاتر خواهد رفت و علت مرتبط با آن شدیدتر می شود. سی سوالی را که مطرح می کنیم بایستی با دقت و درستی جواب داده شود تا ضریب استرس عمل کننده مشخص گردد. 1. آیا در بیشتر اوقات احساس خشم و غضب و برافروختگی دارید؟ بلی خیر. آیا اخلاقاً نامتعادل و دمدمی مزاج هستید؟ آیا دچار وسواس هستید؟ مثلا بارها دستهایتان را می شویید یا پس از خروج از خانه مجدداً بر می گردید تا ببینید شیر گاز را باز نگذاشته اید؟ آیا بدون علت دچار دلهوره و دلشوره و نگرانی می شوید؟ آیا فاقد شور و نشاط و نیروی توان زندگی هستید؟ آیا خود را بی ارزش و بی مقدار می شمارید و خود را دوست ندارید؟ آیا گاهی به فکر خودکشی می افتید؟ آیا به نظرتان می رسد که قدرت تمرکز خود را از دست داده اید؟ آیا همواره خود را مقصر می شمارید و احساس گناه می کنید؟ آیا احساس سوء ظن شدید و هراس از همه کس و همه چیز را تجربه کرده اید؟ آیا احساس درد در پشت و گردن خود دارید؟ آیا از بیخوابی رنج میبرید و خسته و بیخیال و کسل از خواب بیدار میشوید؟ آیا گاهی دچار تنگی نفس میشوید؟ آیا دستگاه گوارشتان خوب کار نمی کند؟ اسهال یا یبوست میگیرید؟ آیا گاهی وقتا حس می کنید دچار انقباض عضلانی شده اید؟ آیا دائما احساس خستگی می کنید؟ آیا بعضی وقتا احساس درد و پیچش در قفسه سینه دارید؟ آیا دچار تپش قلب می شوید یا حس می کنید لقمه در گلویتان یا سر شکمتان گیر کرده است؟ اگر خانم هستید در سیکل قاعدگیتان بی نظمی وجود داشته است؟ آیا کف دستهایتان عرق می کند و احساس چسبندگی در آنها می کنی؟ آیا همیشه در برابر خواستهای دیگران که توقع زیادی داشته اند، خواه در محیط کار یا خانه یا دوستان، بله می گویید و رو در وایسی دارید؟ آیا سفت و سخت خود را مقید به عادات روزمره می کنید؟ آیا به هر مناسبتی مشت‌های خود را گره می کنید و یا باز می کنید و یا دندان‌هایتان را به هم می سایید؟ آیا در صرف قهوه و چای و الکل افراط می کنید؟ آیا انقدر گرفتار و مشغولید که وقت استراحت ندارید؟ آیا تصمیم گیری برایتان دشوار است و از این موضوع احساس یأس و سرخوردگی پیدا می کنید؟ آیا به خود دلخوشی و وعده های غیر عملی و ناممکن می دهید؟ آیا با مردم سر جنگ و دعوا دارید؟ آیا به ساعت های کارتان می افزایید و عاقبت همان بازه و نتیجه را شاید کمتر هم به دست می آورید؟ آیا ناگاه متوجه می شوید که پرخوری کرده اید و یا از اشتها افتاده اید؟ و در آخر جمع پاسخ ها. ضریب تحمل و مدارا با استرس. در جامعه امروزی استرس امری شایع است که برخی در مقابل حمله های آن تاب مقاومت می آورند، ولی شماری دیگر که تعدادشان به یک دهم آن عده می رسد در برابر فشارهای روانی پایداری لازم را نشان نمی دهند و ناگزیر به وسایل و ابزارهای متفاوتی روی می آورند تا شاید بتوانند خود را از زیر بار این فشارهای عصبی و جسمانی بیرون بکشانند و سبکبار و آرام شوند.
به هر حال از تعداد پاسخهایی که مثبت و منفی داده می شود، خود سوژه قادر به ارزیابی نسبی ضریب تحمل خیش با استرس خواهد شد. آیا از استرس شدید رنج می برید؟ همان گونه که در صفحات پیشین برشمردیم، استرس می تواند مولد و مسبب شماری از بیماری ها و ناخوشی های روانتنی گردد و عامل و علت دردهایی شود که امروزه آنها را ناشناخته و مجهول عنوان کردند. به هر حال هر قدر تقابل و برخورد انسان با محرک‌های استرس‌زا شدیدتر باشد، عواقب و پیامدهای آن دشوارتر است. برای تشخیص این موضوع که تا چه حد استرسی هستیم و زیر بار فشارهای آن قرار گرفته ایم، جدولی می آوریم که تا حدودی خود شخص می تواند با پاسخهایی که می دهد مقدار و میزان استرس خیش را در خلال 12 ماه گذشته ارزیابی کند و یا نمره هایی که به هر موضوع می دهد به مقیاسی از شدت و ضعف استرس خود پی ببرد. بدیهی است که هر کس در طول 1 سال گذشته با 1 رشته وقایع و اتفاقات ناخواسته و ناخوشایند روبرو گشته و گرچه آنها را به نحوی از خود دفع کرده، ولی تردیدی نیست که آثار و نشانه های آن می تواند بر حسب مقاومت و شخصیت فرد بر جای بماند. مجموع امتیازات و نمره هایی که سوژه به خود می دهد با معیارهای دیگر و هیچ فرد دیگری قابل سنجش و مقیاس نیست و این تست تنها برای اطلاع و آگاهی شخص از نفسانیات و درون خیش است که در رویارویی با وقایع و رویدادهای زندگی چه عکس‌العمل‌هایی ابراز داشته است. راه حل جدول به این ترتیب است که به هر عنوان نمره اختصاص داده می شود که به میزان رفتار و واکنش هنجاری شخص مربوط می گردد. مثال هایی که در هر جدول آورده می شود صرفاً برای یادآوری خاطرات و رویدادهای گذشته است و در هر سوژه متغیر می باشد. 0 نمره 0 1 وضعیت خفیف 2 متوسط 3 قوی 4 فوق‌العاده شدید 1 خلق و خوی مضطرب. مثال: نگرانی، چشم‌انداز حوادث بد، درهوله‌ها یا ترس زندگی کردن، تحریک پذیری و زود خشمی. نمره از 0 تا 4 2 استرس و تنش، احساس تنش، زود خسته شدن، نداشتن استراحت، واکنش های تند و جهشی، زود به گریه افتادن، لرزش و رعشه، احساس یک جا بند نشدن. نمره از 0 تا 4 3 ترس ها، ترس از تاریکی، اشخاص غریبه، تنها به خود رها شدن، ترس از جانوران غول پیکر و درنده، ترس از ترافیک، ترس از مردم. نمره از 0 تا 4 4 بیخوابی ها، مشکل خوابیدن، خواب های منقطع، از خواب پریدن، ناراضی بیدار شدن، همراه با خستگی بیدار شدن، رویاهای بد و دیدن کابوس ها، هراس های شبانه. نمره از 0 تا 4 5. کنش های فکری و مغزی، اشکالات تمرکز، حافظه خراب. نمره از 0 تا 4 6. خلق و خوی افسرده، از دست دادن علایق، از تفریحات لذت نبردن، افسردگی، بیخوابی های سحرگاهی،
تغییرات خلق و خو و اخلاق در طول روز. نمره از 0 تا 4. 7. علامت‌های جسمانی عمومی و عضلانی. دردهای عضلانی، کشیدگی و خشکی عضلات، پرش‌ها و جهش‌های عضلانی، تکان‌های ناگهانی عضلانی، دندان قلچه. از 0 تا 4. 8. علائم جسمانی عمومی و حسی. وزوز گوشا، تاری دید، گرگرفتگی و یا احساس سرما و چندش، احساس ضعف شدید، احساس سوزش در گلو، احساس گرفتگی در قلب. نمره از 0 تا 4. 9. علائم قلبی عروقی، اختلال در ضربان قلب، تپش شدید، دردهای قفسه سینه، نبض پیدا کردن عروق، احساس خفگی، احساس گرگرفتگی و احساس گرفتگی در قلب. نمره از 0 تا 4. 10. علائم تنفسی، احساس سنگینی در سینه و فشار در ناحیه، احساس بند آمدن راه تنفس، آه کشیدن های ممتد، تنفس ناموزون. نمره از 0 تا 4. 11. علائم گوارشی معدی، اشکال و دشواری در بلع غذا، نفخ، احساس سوزش و درد در ناحیه شکم، جمع شدن باد در معده، تهوع و بالا آوردن، آروغ زدن، سوزش در نای و حنجره ها. نمره از 0 تا 4. 12. علائم ادراری تناسلی، تکرر ادرار، وقفه یا کاهش جریان قاعدگی، ازدیاد خون در قاعدگی، ناتوانی جنسی، سرد مزاجی، آسیب های جنسی. نمره از 0 تا 4. 13. علائم دستگاه اعصاب ارادی، مثال خشکی دهان، سرخ شدن، پریدن رنگ صورت، عرق کردن، سرگیجه، کشش عضلات، سیخ شدن موها. نمره از 0 تا 4. جمع، حاصل جمع رو بر 13 تقسیم کنید، نتیجه 0 و 1 مساوی مرحله خطر و هوشیار، 1 و 3 مرحله مقاومت و بالای 3 مرحله تحلیل. افرادی که دارای ضریب تحمل استرس پایین هستند که بسا این خصیصه را به ارث برده باشند، غالبا در این گروه طبقه بندی می شوند. حال دیگر می دانیم که استرس در نوجوانی و با ظاهر شدن علامتهای بلوغ خود را نشان می دهد. شماری از این نوبالغان دختر یا پسر فرقی نمی کند. از تغییراتی که در اندامواره هایشان به وجود آمده شگفت زده و هراسان می شوند و اگر مشاوری دانا نداشته باشند، ناچار برای یافتن راه چاره به بیراهه و به سراغ اشخاصی می روند که بیشتر گمراهشان می کنند. اینان ابتدا سعی می کنند التهابات درونی و جوش و خروش های روحی جسمی خیش را با مواد آرام کننده و مخدر از تب و تاب بیندازند، غافل از اینکه به علت نارسایی کنش های پیک های شادی رسان مغز دچار این حالت گشتند، زیرا بسیار کسان بودند که این مرحله را با آرامش و آسودگی خیال و بدون روی آوردن به آن مواد سپری کردند و اینان همان افرادی هستند که در گروه همان 90% ها قرار داشتند و به عبارتی از ضریب تحمل استرس بالایی برخوردار بودند. نوجوانانی که به عکس با استعداد موروثی استرس شدید پای به دوران بلوغ می‌گذارند، بحرانی ترین مرحله زندگی خیش را تجربه می‌کنند. اینان در صورتی که دارای ضریب استرس پایینی باشند یا برآمدن نخستین نشانه‌های بلوغ در خواه برآمدن نخستین نشانه‌های بلوغ در خیش، پیامدها و عوارض آن را به صورت خستگی مفرط، بیخوابی و اختلالات آن، افسردگی، گوشه‌گیری،
و خخخهای بیدلیل، گریه و بغضهای بیمورد، استراب، دلواپسی و تشویش تجربه می کنند. این قبیل نوجوانان ناگزیر برای تسکین خود و خاموش ساختن آتشفشان درون به مواد تخدیر کننده و نشاط آور و یا به عکس به آرام بخش ها و مسکن ها و غیره روی می آورند و بسا تا پایان عمر بدان گرفتار می شوند و خود را در بند و اسیر می سازند بیان که بدانند که با ساده ترین روش ها قادر به مقابله با این دوره بحران بلوغ و نوجوانی می گشتند. این موضوع اکنون بر همگان معلوم و شناخته شده است که اشخاصی که دارای ضریب تحمل پایینی در مقابل استرس هستند، شاید عمری به بهانه مدارا و کنار آمدن با فشارهای استرسی ناگزیر از مصرف مواد مخدر و الکل و سایر مواد نشاط آور به مغز گشتند و بهانه‌شان چنین بوده که با بهره‌گیری از این مواد می‌خواستند کمبود مواد شیمیایی مغز را، یعنی پیام رسانان شادی را، جبران کنند. حال آنکه با این ترفندها و القاعات خود را فریب می‌دادند تا همچنان به اعتیاد مخدر مخرب خیش ادامه دهند، در صورتی که این نکته را نیز همگان می‌دانند که این مواد هرگز قادر به تأمین کسری و کمبود پیکای شادی مغز نمی‌گردند و این دلخوشی را معتادان از بهر تداوم کار غلط خیش بهانه ساختند. کار این افراد به شخصی می‌ماند که بخواهد تمام خاک کره زمین را در داخل یک گلدان جای دهد، در حالی که ابزار کارش فقط یک بولدوزر قول پیکر 4 تنی باشد. عاقبت کار معلوم است، گلدان می شکند و تاب تحمل این همه فشار را نمی آورد. شخصیت های دو قطبی و مرحله برگشت. فردی که برای نارسایی و کمبود پیکای شادیرسان شیمیایی مغز به موادی روی می آورد که به طور موقت شادمانی او را فراهم می سازد، از این موضوع مهم غافل می ماند که این فرایند برگشت هم دارد که آن را عارضه رجعت نامیده اند. فرض کنید که جوانی با خوردن چند قطعه کیک شکلاتی و یک نوشابه احساس می کند انرژی گرفته و جان تازه‌ای پیدا کرده است. دلیل آن هم معلوم است. کافئین و قند موجود در این مواد به سرعت قند خون یا میزان پیام رسانان شادی مغز او را بالا می آورد و احساس سرخوشی و لذت می کند، ولی طولی نمی کشد که با جذب این مواد از نوع همان احساسهای کهنه و آزاردهنده به سراغش می آیند و اگر به خود نیاید خود را دوباره در حال خوردن یا مصرف و استعمال موادی می‌بیند که آرامش می‌ساختند و حالش را خوش و شیرین می‌کردند. این چرخه و سیکل معیوب همچنان ادامه می‌یابد که فرد ناگهان گرفتار می‌شود و راه خلاصی برایش باقی نمی‌ماند و یا دچار عوارض جانبی این مواد می‌گردد و از ناکجا آباد خرابات سردر می آورد. از این روز که همه ما این افراد را دیده ایم که خلق و خوی نامتعادل و ناپایدار دارند. روزی خوش و خندان هستند و روزی دیگر گرفته و دمق. بعضی وقتها شاد و سرخوش هستند و زمانی دیگر غم‌زده و افسرده و پکر و خود نیز دلیل آن را نمی دانند. مشکل اینجاست که اینان چون حال خود را تشخیص نمی دهند، با همان مواد نشاط آور و مکیف سعی می کنند گرفتاری های درونی خیش را حل کنند. اگر به پزشک معمولی و غیر متخصصی هم مراجعه کند، او هم چیزی دستگیرش نمی شود و هشدارهایی می دهد و شاید نسخه هم می نویسد تا مثلا بیمار را از بیخوابی و کابوس های شبانه نجات دهد و آرامش سازد، ولی اینان همچنان به خوردن کیک، قهوه و مصرف سایر
مواد نشاط آفرین خود ادامه می دهند و چون حال خوشی پیدا می کنند چند ساعتی همه چیز را فراموش می کنند و به همین دلیل خوش هستند. در این مرحله است که اعتیاد چهره اصلی خود را نشان می دهد. شخص بابسته و تعداد فنجان‌های قهوه و کشیدن سیگارهای خود و بالا انداختن پیاله‌ها و استعمال مواد تخدیر کننده می افزاید. شاید بی خبر از آن است که ارگانیسم وی به مرز اشباع از این مواد اعتیاد آور رسیده و صاحب این تن ناچار از مصرف بیش از پیش آنها شده و همین امر خود به صورت عاملی در دسترس روزافزون وی در آمده است. زمانی که شخص در اثر استعمال دخانیات، سیگار و غیره دچار عوارض ناخواسته آن، سرطان‌های ریه و دهان و جز اینها می شود و یا در پی اعتیاد به الکل، کبد و سلول‌های ظریف آن آسیب می بیند و سفت و شمعی می شود، در آن صورت فرد وابسته به این مخدرها احساس می کند که همراه با سرمستی آرامش خود را نیز از دست داده و در آن هنگام است که شدت ضربه های استرس بالا را با تمام وجود حس می کند. آرام بخش ها و عوارض جانبی. فلانی فرد پرکاری است. روزی 14 ساعت کار می کند و با خوردن کیک و قهوه و شیرینی‌جات می کوشد تا انرژی از دست رفتش را جبران نماید. شبها هم برای اینکه خوب و خوش بخوابد دمی به خمره می زند. با تمام این اوصاف حال متعادلی ندارد. چرا بعضی روزها اصلا حوصله کار کردن ندارد و به عکس روزهای دیگر شاد و شنگول است. روز به روز حالش خرابتر شده و نامتعادلتر می شود. خوابش نامرتب و مختل شده و دلهره و استراب بی دلیل آرامش را از وی سلب کرده و بدخلق و پرخاشگر و تنخو شده است. ناگزیر به سراغ پزشک معالج خود می رود و می گوید آقای دکتر دوایی به من بدهید که از این وضع خلاص شوم. اعصابم داغان شده و خوابم به هم خورده و اگر هم به خوابم کابوس می‌بینم. پزشک او چاره‌ای جز آن نمی‌بیند که برای بیمارش داروهای آرام بخش تجویز کند تا به طور موقت هم که شده ارگانیسم و بدن او را به حالت متعادل و آرام بازگرداند و خوابی خوش برایش فراهم کند. رایج‌ترین این داروها والیوم هستند که با نام‌های مختلف در بازار وجود دارند. بهتر است گفته شود که اینها تماماً بنزودیاسپین شناخته شده‌اند و همچنین همین خواص را دارا می‌باشند. عملکرد این مواد هیچ تشابهی با پیکای شادی‌رسان مغز ندارد. این مواد مستقیماً بر گیرنده‌های مغزی تأثیر می‌گذارند ولی کاربردشان بیش از 3 ماه نخواهد بود. بعد از این مدت این گیرنده ها خود را با این مواد تطبیق می دهند و به آن عادت می کنند و دوباره سردردها، دردهای پشت، خستگی ها و غیره شروع می شود و این مصادف با زمانی است که مبتلایان احساس می کنند قادر به جدایی از مواد آرام بخش نیستند و همچنان به مصرف آن ادامه می دهند. والیوم ها در این گروه جای می گیرند. شخص معتاد به این مواد به سهولت از آن دل نمی کند و خود را وابستهی جدا ناشدنی می انگارد. به هر حال از یاد نبرید که با مصرف مواد قندی، شیرینی، قهوه، چای و الکل نمی توان کمبودهای مواد شیمیایی مغز را جبران کرد و به حد تعادل رسانید و از شدت استرس های آن کاست. چنان که بارها به این نکته اشاره داشته ایم، امروزه فشارهای عصبی در جوامع به خصوص از نوع صنعتی آن به حدی رسیده که مردم شاید بی آن که خود متوجه باشند برای رهایی از حمله های استرسی
به مواد و تولیدات نشاط‌آور و مکیف و آرامبخش روی می‌آورند تا تعادل روحی و جسمی خیش را به دست آورند و ساعاتی از شبانه روز را بدون دلهوره و تشویش و استراب سپری نمایند. ولی شگفت آن که اینان در حالی که خود را معمولی و طبیعی و نرمال می‌پندارند، ولی مشکلات خواب و خستگی‌های مزمن و عذاب دهنده، افسردگی و دردهای مختلف لحظه هم رهایشان نمی کند. فصل دهم. استرس و نصب و انضباط روحی، عاطفی و احساسی. از این موضوع مهم غافل نمانیم که هر انسانی دارای قدرت انتخاب است و می دانیم که احساسات آدمی از نیروی شگرفی برخوردار است که می تواند در افکار، آرمان‌ها و ایده های وی رسوخ کند و تصمیمات او را تحت تأثیر قرار دهد. بارها و بارها این نصیحت و هشدار را شنیده ایم که مراقب احساسات خیش که حتی آن را متضاد عقل شمردند باشیم، چه بسا که به دفعات به پیروی از احساسات خیش به کج‌راهی رفته و از مقصد به دور افتاده و صدمات جبران ناپذیری را تحمل کرده ایم، چرا که تابع احساسات خود گشته ایم، ناگهان بی آنکه خود متوجه شده باشیم خیشتن را در میان آتشفشانی یافتیم که از هر سو شراره های آن جان و زندگی من را در معرض خطر قرار داده و بسا کارهایی از ما سر زده که با به طبع و مطابق میل ما نبوده و ناگهان خود را در احساسات منفی و مخرب خویش گرفتار دیده ای. دکتر مانس یکی از روانشناسان نامداری که در این زمینه تحقیقات ارزنده ای انجام داده، معتقد است که ما ملزم و مجبور نیستیم که خود را مقهور احساس و هیجان خویش بینگاریم، بلکه به عکس می توانیم این قدرت سرکش درونی را کنترل نماییم و به سوی کانال‌های سازنده و خلاقه هدایت کنیم و به آن نظم و انضباط احساسی و هیجانی بدهیم. مانس می گوید احساسات منبع و کانون اطلاعات دانش و معلومات انسان هستند و اگر بتوان آنها را به درستی هدایت و نظارت کرد، می توانند مفید واقع شوند و ساده تر بگوییم اگر آنها را به درستی به کار گیریم، می توانیم از بار انرژی مثبت آنها بهره برداری کنیم و مورد استفاده قرار دهیم. و این را هم بدانیم که احساسات و هیجانات که پایه و کانون نیرو و انرژی و انگیزه آدمی به شما می روند، اجزای مشخصی در ساختار آنها دخالت دارد که عبارتند از رفتار، تفکر، فیزیولوژی، روح و معنویت و معنای آن. تمام این اجزا می توانند به صورت منبع ذخیره و تولید اطلاعات داده ها در تجربیات هیجانی و درونی شخص مورد استفاده قرار گیرند. همچنین می توانند به صورت کوچه و خیابانی برای تمرین انضباط روحی و احساسی ما درآیند. از آن رو که هر یک از ما در زندگی دارای تجارب متفاوتی هستیم، به همین علت در فرایند یادآوری و احضار احساسات نیز با هر فرد دیگر تفاوت پیدا می کنیم. به عنوان مثال، برای شماری از مردم خاطرات جنگ می تواند ناراحت کننده باشد، در حالی که برای گروه دیگر احساس بیکاری و از دست دادن شغل آزاردهنده و نگران کننده می شود. بسیاری از افراد یادآوری خاطرات برخوردها و نزاهایشان با همسر، همکاران و جز اینها استراب آور می گردد و روحشان را مکدر می کند، ولی در دیگران ممکن است اثری معکوس داشته باشد. انضباط روحی و احساسی را نمی توان در قالب و شکل مشخصی جای داد، بلکه بایستی آن را مطابق نیازها و حوائج شخصی ساخته و پرداخته کرد تا در هر موقعیتی
با چالش های پیش رو بتواند خود را با آنها وفق داده و هماوردی و هماهنگی کند. برای مهار احساسات و شناخت آن به 5 عامل تشکیل دهنده آن اشاره می کنیم و پاسخها را به خودتان واگذار می کنیم. علت تشخیص موضوع یا رویدادی که منجر به ایجاد نوعی احساس و هیجان می شود، علت و دلیل احساسی که در این موارد تجربه کرده ای چه بوده است؟ بدن، جسم و اندام خود را با دقت مورد بررسی قرار دهید و با کنش‌های جسمانی خیش را در برابر عوامل احساسی و عاطفی مشخص و معلوم کنید. مثلا در کدام نقطه از بدن احساس خشم می‌کنید که آنجا را زیر ضربه‌های خود می‌گیرد و آیا این احساس جسمانی در نظرتان خوشایند است یا ناگوار؟ ذهن افکاری که با احساسات و باورهای شخصی همراه می شوند و آنها را تقویت می کنند کدام هستند؟ چه افکاری احساساتی را که در آدمی به وجود می آید همراهی می کنند؟ گفتگوها و نجواهایی که با خود داشته اید و همچنین تصویرهای ذهنی خیش را بار دیگر به خاطر بیاورید و در صحنه ذهن حاضر کنید. شاید پیش از درگیر شدن در این مکالمه درونی دچار اضطراب شدید شده بودید. اگر به خود گفته اید که نکند دارم دیوانه می شوم، در این صورت حال و وضع خوشی نخواهید داشت. بهترین فکر غالب آن است که گفته شود فکر نمی کنم بتوانم به خوبی صحبت کنم و منظورم را بیان نمایم، چون من اصولاً سخنور خوبی نیستم. روح و روان، این نکته را مشخص کنید که کدام قسمت از وجود شما با این احساس خود را ظاهر می کند. من و شخصیت هراسان و وحشت زده یا روح و روان سالم، و کدام قسمت پنهان مانده و خود را آشکار نساخته است. راهبردهایی را که بیشتر می توانند با احساسات شما هماهنگی داشته باشند انتخاب کنید. در زیر به 2 نمونه‌ای که معمولاً در ذهن حضور دارند اشاره می کنید. قالب‌گیری ذهنی با تغییر و روش‌های بینش و بصیرت خیش می توان فرصت‌هایی را برای هموار ساختن جاده موفقیت ایجاد و هموار کرد. هنگامی که در مخمصه و بحرانی گرفتار آمده و موقعیت وخیمی پیدا کرده اید، بیشتر به فکر فرصتهای مناسبی می افتید که در عمل قادر به استفاده از آنها نمی شوید. ضمناً خطرات و زیانهای احتمالی این وضعیت را نیز از نظر دور ندارید. مثلا با خود استدلال می کنیم که آیا بخت و اقبال چه فرصتها و امکاناتی را می تواند برایم فراهم سازد تا مطالب زیادی درباره نحوه مناسبات و ارتباطات با مردم بیاموزم و همچنین یاد بگیرم که اطرافیان و آشنایان ما با چه دیدگاهی فلان قضیه را بررسی و مشاهده می کنند و به آن می نگرند. از کنفو می توان آموخت. در چین باستان مردم برای مقابله با دشمن حرکات کنفو را می آموختند، ورزشی که به شخص یاد می داد تا حمله های حریف را دفع کند و آنها را به سوی خود و سوی خود وی بازگرداند. در اصل فرد با تهاجم خود درگیر نمی شد، بلکه انرژی او را در اختیار می گرفت تا به سوی خود وی برگرداند و او را با فن خود انرژی مهاجم نقش زمین سازد. دکتر مانز می گوید با همین شیوه می توان به چنگ برخوردها و تعارضهای احساسات رفت. به عبارت بهتر، به جای مقاومت در برابر حمله های احساسی، می توان این انرژی را برای یافتن راه حلی مناسب و شایسته مورد استفاده قرار داد. در برخوردها و تعارضات احساسی، حریفان و مدعیان سه موضوع یافن را به کار می گیرند.
موقعیت خود را محکم و تثبیت می کنند، به ایده ها و افکار و یا خود شخص حمله می کنند که در این گونه مواقع فکر عقب نشینی به سر راه می یابد و یا ناچار از بگاه از خود می شود و یا اصولاً ایده مورد بحث را به بوته فراموشی می سپارد. ولی مناسب ترین روش آن است که از سن خود حریف استفاده کرد و بدل آن را زد و قدرت او را سلب کرد و مجابش ساخت. به بیان ساده تر، به جای پاپس کشیدن و تسلیم شدن، پرسشی را با پرسش دیگر مطرح نمود. کاری که بهتر از جر و بحث کردن و احتجاج و استدلال است. استرس مقابله با تنش‌ها و چالش‌های زندگی. اکنون می‌دانیم که چه عوامل و علت‌های استرس‌ها را ایجاد می‌کنند و ساده‌تر گفته شود استرس به طور غریزی توسط جسم به وجود می‌آید تا به دفاع از قلمرو خود برخیزد. غریزه‌ای که در موارد اضطراری می‌تواند مفید واقع شود. مثلا رهگذری برای فرار از تصادف و برخورد با اتومبیلی که با سرعت سرسام‌آوری به سوی او پیش می‌آید، با چنان شتابی می‌دود و خود را از مهلکه کنار می‌کشد که خود از سرعت و چالاکی بی‌سابقه خیش در آن لحظات حیران و شگفت زده می شود. ولی اگر این حالت استرسی در طول زندگی روزمره دوام داشته باشد و علت برخی اختلالات جسمانی شود و علائمی از خود نشان دهد، می تواند نظم دستگاه حساس ارگانیسم را برهم زده و عوارض ناخوشایندی بر جای گذارد که کمترین آنها ناخوشی ها و درد های موضعی و عصبی است که قبلا هم به آن اشاره داشته ایم. در مواردی که استرس ها مزمن می شود، به همان اتومبیلی می ماند که با سرعت به طرف شخص حرکت می کند، ولی این بار خود اوست که خشک و منجمد همچنان در جای ایستاده و هیچ تلاشی برای گریز از مهلکه نمی کند. در این گونه مواقع بدن تلاش و کوشش زیادی به عمل می آورد و بیش از حد و اندازه از خود کار می کشد. لیکن جا و مکانی برای تخلیه این همه انرژی نمی یابد تا بار سنگین خیش را در آنجا بر زمین بگذارد. و همین امر باعث می شود تا شخص احساس استراب، تشویش، ترس و دلهره و تنگنا کند. گفته شد که تغییراتی که در زندگی روی می دهد موجب ایجاد استرس می شود. خواه تغییرات خوب باشد و یا بد. به هر حال این دگرگونی ها را از هر نوعش که باشد می توان پذیرا شد و برای رویارویی و مقابله با آنها آمادگی لازم را در خیش به وجود آورد و به عبارت بهتر واکنش لازم و ضروری را به موقع نشان داد. و این را هم دانستیم که عوامل استرسا در هر شخصی متفاوت است. به عنوان مثال فردی با دریافت حکم بازنشستگی دچار هیچ گونه استرسی نمی شود. ولی برای فرد دیگر قضیه برعکس است، گویی دنیا برایش به پایان رسیده است. مثالها در این مورد فراوان است. ترقی و پیشرفت در شغل و کار و یا اخراج از کار و یا ترک ناگهانی خانواده توسط یکی از فرزندان، مرگ همسر، طلاق و جدایی، ازدواج و نامزدی، جراحت و بیماری و مشکلات مالی و جابجایی و نقل مکان به محله یا شهر دیگر و یا صاحب نوزاد شدن و غیره. چرا استرس به سلامتی انسان لطمه می زند؟
استرس می تواند مشکلاتی برای تندرستی و تعادل جسمی و روحی انسان ایجاد کند. در صورتی که برای این موضوع اهمیتی قائل نشویم و آن را کوچک بشماریم، یعنی اگر راه و روش مقابله با آن را ندانیم، بر مشکلات خود می افزاییم. در این گونه مواقع حتما بایستی با پزشک خود مشورت کرد تا تشخیص دهد که مشکل پیش آمده ناشی از استرس است و یا مسائل و موضوعات دیگر. علائم استرسی را قبلا برشمرده ایم که از پشت درد و اسهال و یبوست و افسردگی و خستگی و سردرد و فشار خون شروع می شود تا به بیخوابی و اختلالات تنفسی و خشکی گردن و دلپیچه و کم و زیاد شدن وزن می رسد. آیا می توان از شدت این حمله های استرسی کاست؟ طبیعی است که این امر پس از تشخیص بایستی زیر نظر درمانگر متخصص صورت گیرد، ولی با تغییر موقعیت های استرسا و همچنین ابراز واکنش های مناسب تا حدود زیادی از شدت ضربه های آن جلوگیری می شود و به عبارتی از مقابل اتومبیلی که با سرعت سرسام‌آوری به سوی ما در حرکت است خود را کنار می کشیم و ضمناً این دستور عمل های ساده را نیز به کار می گیریم. هرگز درباره موضوعاتی که کنترل و تسلط بر آنها از حیطه قدرت و توانایی شما خارج است، مثل اوضاع جوی و آب و هوا و جز اینها، دچار تشویش و نگرانی و هراس و خشم نگردید و برای آنها اهمیت و قدرت فوق‌العاده قائل نشوید. به بهترین وجه ممکن خود را برای مقابله با موقعیت‌هایی که به نظر استرس‌زا می‌رسند، مثل مصاحبه‌ها، آزمون‌ها و غیره، آماده نمایید. به هر تغییر و تحولی بهتر است با دیده مثبت نگاه کنید و آن را تهدیدی به شما نیاورید. بکوشید تا مشکلات خود را با دیگران به آرامی و با مسالمت و با عقل و خرد حل و فصل کنید. در صورت نیاز بهتر است به دوستان صمیمی، افراد خانواده، همکاران و یاران مشفق خود مراجعه کرد. در خانه و خانواده، در کار و شغل خود هدفهای مشخص و روشن و واقعی داشت. غذاهای ساده و سالم خورد و خوب خوابید. از ساده اندیشی و تفکر منفی پرهیز کرد. با پرداختن به ورزش‌های گروهی و تفریحات سالم، استرس‌های روزمره را از خود دور کرد. ورزش بهترین راه برای کاهش دادن و پراکندن حمله های استرسی می باشد، زیرا انرژی های متراکم تنش‌زا را در وجود شخص از بین می برد و به وی کمک می کند تا از حیث قدرت بدنی و روحی در بهترین شرایط آمادگی برای مقابله با فشارهای زندگی قرار گیرد. با تنفس عمیق و مدیتیشن و تفکر مثبت می توان بسیاری از تنش‌ها و چالش‌های بیهوده و عذاب‌آور را از بین برد و پراکنده کرد. با تمدد اعصاب، تنفس عمیق به اکسیژن گیری پرداخت و روح و جسم خیش را آرام و سبکبار و با طراوت ساخت. این نکته مهم را از یاد نباید برد که زندگی زمانی شاد و شیرین می شود که استرس منفی در آن وجود نداشته و حمله های آن بی اثر مانده و خونسا گشته باشد. اگر جزء افرادی هستید که گمان می کنند استرس عامل استراباور در زندگی است، ایده غلطی از استرس داشته اید. استرس جمع ازداد است. چیزهای خوب یا بد، موضوعات شادی آفرین اندوهناک و عارضه های آلرژیکی و فیزیکی. به این علت است که بسیاری از مردم بار سنگین استرس را با خود حمل می کنند و در تمام عمر از آن بی خبر می مانند. استرس مترادف استراب است
هرچه باعث استراب و نگرانی آدمی شود، همانا خود استرس است. راه‌های دیگری هم برای تسلط بر استرس وجود دارد. لزومی ندارد که همیشه به مردم بله بگویید. ما خود چه بسا دشمن خیش می شویم و در برابر دیگران و به خصوص مدعیان خود سر تسلیم فرود می آوریم و سعی می کنیم مثلا در قلب آنها جا باز کنیم. در محل کار حتی در خانه قول انجام تقاضاهایی را می دهیم که چون شب به منزل برمی گردیم از کار و عمل و بله گفتن خود پشیمان و شگفت زده می شویم و دچار استراب و تشویش و نگرانی های مختص این استرس ها می گردیم. بار مسئولیت هایی را بر دوش می گذاریم که می تواند هیچ ربطی به ما نداشته باشد و با قبول تعهدات خارج از توان خود می کوشیم تا دل دیگران را به دست بیاوریم تا شاید دوستمان بدارند. تاوان این عمل معلوم است. استرس های خورد کننده ناشی از ایجاد توقع بیجا در دیگران. محبوب دیگران شدن. این دفتار و کردار بسا به دوران کودکی باز می گردد که همه این بچه مامانی را دوست داشتند و بعضن با آب نباتی پاسخ ادب و تربیت او را می دادند. کوچولوی شیرین زبان که به همه بله می گفت و هیچ کس را از خود نمی رنجانید. شاید والدین ما یادمان داده بودند اگر به دیگران نبگوییم ما را خودخواه، بی‌مسئولیت، گستاخ و بی‌تربیت می انگارند. اکنون هم که بزرگ شده و وارد اجتماع شده ایم، این انگاره همچنان در ما باقی مانده است که بایستی به هر قیمتی که شده خواهش‌ها و توقعات دیگران را اجابت کنیم تا دوستمان بدارند. حق هر کسی است که نبگوید. شاید در وهله نخست متوجه نشوید که در بعضی مواقع با بله گفتن خود مشکلات زیادی برای دیگران و استرسی طاقت فرسا برای خودمان به وجود می آید. برای رفع این عیبی که از کودکی در شما ریشه دوانیده، روزی چند دقیقه در مقابل یک آینه قدی بیستید و خود را تمام قد در آن تماشا کنید و با صدایی رسا و شمرده این جمله ها را تکرار کنید. من حق دارم برای خودم یک زندگی خصوصی داشته باشم. من حق دارم که دوستانم را خودم انتخاب کنم. من حق دارم دنبال روی دیگران نباشم و مستقل و مثبت فکر کنم. من حق دارم از وقت آزاد و اوقات فراغت خود آنطور که دلم می‌خواهد استفاده کنم. دقایقی را در روز برای استراحت خود منظور کنید. صبح‌ها زودتر از معمول از خواب بیدار شوید، حتی اگر یک ربع ساعت هم که شده. هرچرا که می خواهید با خود به اداره یا دانشگاه و محل کارتان ببرید از شب قبل آماده کرده باشید. نداشتن نظم و انضباط و برنامه یکی از عوامل مهم استرس به شمار می رود. در شبانه روز اوقات معینی را برای استراحت خود اختصاص دهید، ولو 10 یا 15 دقیقه باشد. در این حالت آرام بنشینید و ریلکس کنید و هر فکر مشغول کننده و مزاحمی را از سر خود دور سازید. هشدار می دهیم در این دقایق و لحظاتی که صرف آرامش و استراحت خود می کنید از کشیدن سیگار و یا مصرف نوشابه های زیان آور خودداری کنید. مضرات این گونه مواد را برشمردیم و شرح دادیم که چگونه شخص را به سراشیبی تباهی و سقوط می کشاند و سلامت جسم و روح را از وی سلب می کند. روی صندلی بنشینید و دستهای خود را به سوی جلو دراز کنید و به اصطلاح کش بدهید.
همین حرکت را به طرف بالا انجام دهید. چند نرمش دیگر هم انتخاب کرده و اجرا کنید. موهای خوش به مشام بکشید. شماری از مردم با استشمام بوی خوش عطر احساس سرخوشی و راحتی و نشاط می کنند. عطر درمانی به همین منظور در مورد شماری از بیماران استرسی به کار گرفته شده و جواب هم داده است. در بعضی از افراد عطرهای یاس رازقی، گل محمدی، سنبل و گلهای خوشبو در رفع استرس بسیار مؤثر بوده است. محل کار و میز تحریر و اساساً خانه و زندگی خود را تمیز و پاکیزه نگاه دارید. بسیاری در اثر بی‌نظمی و به هم ریختگی و شلختگی دچار حمله های استرسی می شوند. مثبت اندیش باشید. از گفته ها و تکه کلام ها و سخنان مثبت و روشن و امیدوار کننده استفاده کنید. خود را باور داشته باشید تا اعتماد به نفس خود را تقویت کنید. از معاشرت و همنشینی با اشخاص منفی، مایوس و بدبین پرهیز کنید. اینان امید زندگی و شور و نشاط و زیبایی آن را از انسان سلب می کنند و شیرینی عمر را در کام وی تلخ می سازند. صحبت و گپ و گفتگو و معاشرت و رفاقت با افراد خوشبین و موفق را در برنامه زندگی خود بگنجانید. حرف و سخن این گونه افراد غم را از دل می زداید و احساس بهتری پیدا می کنید. از تجارب اینان در زمینه مبارزه هایشان با ناکامی ها و تلاش هایشان برای مهار استرس و دست و پنجه نرم کردن هایشان با مشکلات زندگی بهره بگیرید و بیاموزید و استفاده کنید. خانه خود را محلی آسوده و راحت برای زندگی کردن و خوب و خوش زیستن بدانید. آنجا را به صورت حریمی امن درآورید که از هر استرس، تنش، استراب، هراس و تشویشی به دور بوده و مکانی باشد که شخص در آن بیارامد و انرژی و نیرو بگیرد تا بتواند وارد عرصه کارزار اجتماع شود و با روحیه تازه و شاداب به جنگ ناملایمات برود. به خانه خوش آمدید. عامل مهمی که می تواند استرس بالایی در انسان ایجاد کند خانه به هم ریخته و کثیف و نامرتب است. خاص آنکه شخص پس از ساعتها کار طاقت فرسای روزانه وارد منزلی شود که پسمانده های غذای صبحانه و شام شب در گوشه و کنار و روی میزها منظره ناخوشایندی تشکیل داده. حوله ها در کف حمام پراکنده شده و همه چیز نشان از صاحب خانه و کدبانویی می دهد که بی‌حوصله و عجول و شلخته است و نمی داند که بازگشت به منزلی که نظیف و شسته و رفته باشد خوش آمدگویی و استقبالی است که از خود به عمل می آورد. آیا بهتر نبود که صبح فقط 5 دقیقه صرف مرتب کردن و نظافت خانهش می کرد تا با چنین منظره استرس آوری در بازگشت روبرو نشود؟ در خانه خود مهمان شوید. چرا ارزش و احترامی را که در هتل ها و مهمان خانه ها مراعات می کنند برای خود قائل نمی شوید؟ تصور کنید که به مهمانسرایی رفته اید که همه چیز در آن مرتب و منظم است. ملافه ها پاک و سفید و تمیز هستند و صابون های معطر در جای خود ردیف شدند و پتوی خوشنقش و نگاری روی تخت جلوه می کند. یکی دو شاخ گل در هر گوشه و کنار گذاشته شده. منکر نمی توان شد که همچین چیزهایی ساده است که روح آدمی را شاد و با تراوت می سازد و غم و اندوه و ملال و افسردگی را از دلها می زداید. خانه تان را روشن نگاه دارید. خانه باید چنان روشن باشد که احساس راحتی، آسایش و
ایمنی و سرخوشی به شخص بدهد و به قولی دل را هم روشن نگاه دارد. نورهای کناری بهتر از نورهای تند بالای سر می توانند چنین احساس آرامشی را در بیننده به وجود آورند و محیطی گرم و شیرین ایجاد کنند. توجه داشته باشید که هر نور می تواند احساس به خصوصی در شخص برانگیزد و حتی در ایجاد خلق و خوی وی اثر گذارد. پس چرا از چراغ‌های خوشرنگ و ملایم و دلنواز استفاده نکنیم؟ همه ما نور شمع‌ها را در این گونه موارد تجربه کرده ایم. حمام درمانی می توان در صورت امکان برای رفع خستگی و تمدد اعصاب به گرمابه رفت و با روغن‌های معطر گیاهی خود را شستشو داد و موسیقی ملایمی گوش کرد و به نظافت شخصی هم پرداخت، کاری که استرس های شدید هم با آن چاره و درمان می شود. امروزه این موضوع به اثبات رسیده که موسیقی می تواند دافع بسیاری از دردها و ناخوشی های جسمی و روحی باشد. یا اگر روزی پرمشغله داشته اید و سر و کله زدن با ارباب رجوع و رؤسا و کارمندان کلافه‌تان کرده و با اعصابی خرد و داغان به خانه برگشته اید، در آن حال متوجه می شوید که حمله های استرسی عوارض ناخوشایند خود را به جای نهاده و شما را از جنب و جوش انداخته است. در آن صورت با تمرین های ریلکس و تنفس و نرمش به آرامسازی جسم و روح خود بپردازید و فکر صحنه های تند و قهرآلود آن روز را از سر به در کنید. روی کاناپه و تختی دراز بکشید و کتاب دلخواه خود را، دیوان شعری باشد بهتر است، بردارید و به مطالعه آن مشغول شوید و به شنیدن موسیقی جانبخش و دلخواه خود نیز بپردازید. طولی نخواهد کشید که همه چیز از یادتان می رود و احساس راحتی و آرامش خاصی می کنید که خود از این حالت در شگفت می مانید. چگونه می توان همه چیز را فراموش کرد؟ با تنی خسته و افکاری مقشوش و حالی عصبی و آشفته به خانه برگشته اید. این حالت خود را به خانه و خانواده نبرید و این بار سنگین را در همان پشت در بگذارید و بعد وارد شوید. یک فیلم ویدئویی ترسناک و یا خنده‌دار و یا فیلمی که بتواند شما را از این وضع روحی بیرون بیاورد و به دنیای بیخیالی بکشاند تهیه کنید و به تماشای آن بنشینید. با همان تمرین هایی که قبلا به آن اشاره کرده بودیم سعی کنید از تنش‌های خود بکاهید و راحت دراز بکشید و محو تماشای فیلم شوید و بکوشید تمام برخوردهای آن روز را یکسره از ذهن خود پاک کنید. در این گونه مواقع بهتر است تلفن را قطع کنید و یا از دسترس خود دور نگاه دارید. درد دل کنید به شرط آنکه شنونده محرم راز باشد. آری، گپ و صحبت با یاران قدیمی و مهربان و مشفق می تواند آرامش و راحتی جان را به شخص بازگرداند. گرفتاری ها، استراب ها، شکست ها و یا موفقیت های خود را با چنین دوستانی اگر در میان بگذارید احساس سبکباری و آسودگی خواهید کرد. این نکته را هم در نظر داشته باشید که رفیقان دلسوز می توانند در این قبیل موارد کارساز باشند، کاری که از همکاران و آشنایان جدید و همسایگان و غیره معمولاً ساخته نیست و حتی ممکن است با شناختی که از زیر و بم زندگی شما پیدا می کنند و احیاناً از اسرارتان آگاه می شوند، مشکلاتی را هم برایتان به وجود بیاورد. اینان را به لبخندی از سر می توان باز کرد. با غذایی شاهانه از خود پذیرایی کنید. لزومی ندارد که خود را پا
پایبند رستوران ها و قیمت های گران آن سازید. به خانه بروید و غذای با طبع خود را درست کنید و همان گونه که شعر دادید فکر و خیال برخورد ها و جنگ و جدال های روزانه را از سر بدر کنید و با آرامش کامل به تناول مائده های آسمانی بپردازید و نعمت ها و برکت های خداوند را شکرگزار شوید. فشارهای سنگین استرسی را با یک درمانگر متخصص در میان بگذارید. گفتیم که سفره دل خود را پیش هر کسی باز نکنید. اگر به نزد روانپزشک مشاور و راهنمای حرفه‌ای هم می روید، نکات زیر را یادداشت کنید و با وی در میان گذارید. موضوعات و مسائلی را که عامل و موجب استرس در شما شده با دقت تنظیم نمایید و فهرست‌وار به روی کاغذ بیاورید. استرس چگونه و تا چه حد شما یا افراد خانواده را در معرض حمله و ضربه های خود قرار داده است؟ آیا استرس و تنش و استراب کوتاه مدت یا دراز مدت بوده است؟ آیا پشتیبان و دوست و فردی را سراغ دارید که در صورت نیاز به یاریتان بیاید و حاضر به کمک و مساعدت باشد؟ بزرگترین مانعی که بر سر راه کاهش استرستان وجود دارد چیست؟ آن را نام ببرید. آیا تا به حال در صدد رفع آن برآمده و موفق نشده اید؟ اگر قادر به تسلط بر یک موقعیت استرس‌زا نشدید، آن را به همان صورت میپذیرید و یا اینکه سعی میکنید مهار زندگی خود را به دست گیرید و بر آن مسلط شدید. البته در بسیاری از سوال‌هایی که مطرح می‌کنید می‌توان جواب آن را هم پیدا کرد، ولی درمانگر حرفه‌ای با مراجعه به فهرست استرسی بیمار بهتر می‌تواند تصمیم‌گیری و درمان کند. نسبت به انتقادها و خردگیری‌های دیگران حساسیت به خرج ندهید و از سطح توقعات خود بکاهید. ممکن است در زمره آنگونه افراد باشید که از خود و همچنین از دیگران خیلی توقع دارند. مثلا اگر جواب ردی از کسی می شنوند، معمولا مایوس، دلخور، عصبی، افسرده و ناراحت می شوند. حتی اگر این شخص همسر، فرزند، همکار و همسایه‌ای باشد که قصد داشته او را با خود همداستان و هماهنگ سازد و تحت تأثیر و نفوذ خود قرار دهد و وادارش کند تا نظریات وی را بیچون و چرا قبول کند و هیچ مخالفتی هم نکند و دستورها و فرمانهای او را بی کم و کاست اجرا کند. این نکته را همواره بایستی در مد نظر داشت که هر انسان موجودی یگانه و منحصر به فرد که صفات و خلق و خو و هنجارها و ایده ها و دنیای خاص خود را دارد و حق دارد که مطابق این خصوصیات و انگاره ها تفکر و زندگی کند. اگر متوجه این موضوع شدید که در زندگی فردی یا اجتماعی با مقاومت ها و مخالفت های از سوی دیگران و نزدیکان و آشنایان خود روبرو هستید، در صدد یافتن علت های آن برایید و موقعیت و وضعیت خود را از جمعی جهات بسنجید و راهبرد و استراتژی تازه‌ای ایجاد و انتخاب کنید تا بتوانید بر مشکلات غلبه کنید و موانع را از پیش پای بردارید و واقعا قلوب دیگران را به تسخیر و تصاحب خود درآورید. بیاد داشته باشید که جر و بحث و مشاجره با دیگران کار را خرابتر و اعصاب را داغانتر و استرس را شدیدتر می کند. اگر دریافتید که حق با شماست، نظر و ادعای خود را با آرامی و متانت و دلالت در میان بگذارید. با درشتی و داد و فریاد و جار و جنجال و نزاع و دعوا راه به جایی نخواهید بود و در این میدان شکست خواهید خورد.
برای دیگران هم حقوقی قائل شوید و به نظریاتشان احترام بگذارید و راه آشتی و صلح و مسالمت را در پیش گیرید. از توقعات خود کم کنید تا دیگران از نیمه راه هم که شده به کمکتان بیایند و تا مقصد همراهیتان کنند. در این صورت است که در خواهید یافت از شدت استرستان کاسته شده و حال طبیعی و آرام خود را باز یافته اید. این را هم از خاطر نبرید که مردم دیگر هم به قدر و اندازه خود گرفتاری و مشکل و مسئله دارند و آنها هم می کوشند تا راه حل‌های مناسبی بیابند و از وضعیت تنش‌زایی که دارند خود را خلاص کنند. به هر حال با دوستان، افراد فامیل و خیشان و نزدیکان خود سر آشتی و مهر داشته باشید و بکوشید با ایشان یار و مهربان باشید تا به موقع به کمکتان بیایند و عشق و محبت خود را از شما دریغ نکنند. سعی کنید از لاک خود به در آیید و هوای پاک دوستی و محبت را به مشام جان بکشید. هرگز خود را سوپرمن تصور نکنید. اگر گمان می کنید به این دنیا آمده ای تا تمام خواستهای مردم را برآورده سازید و فرمانهایشان را اطاعت کنید و دستورهایشان را انجام دهید، طبعا راه خطایی پیموده اید که تنها نتیجهش استرس و تنش و نارامی و عوارض ناشی از آنها می باشد. این را بدانید که هیچ انسانی کامل نیست، بنابراین از خود و دیگران توقع و انتظار متکامل بودن نداشته باشید و بدانید که بشر جایز الخطاست. از خود بپرسید واقعا چه کاری از من ساخته است؟ ظرفیت و توانایی استعداد من تا چه اندازه است؟ آیا قولی که می دهم از عهده انجام آن برخواهم آمد؟ در این صورت است که اگر کسی از شما درخواست کمک کند، می توانید از روش های معقول بهره بگیرید. این را هم در نظر داشته باشید که در آن واحد با یک دست چند هندوانه نمی توان برداشت. وظایف و مسئولیت های خطیری را که بر عهده می گیرید می تواند استرس ها بشوند و باعث استرابتان گردند و آرامشتان را سلب کند. قدرت و کارایی خود را بسنجید و سپس به مقابله با مشکلات بروید. موفقیت زمانی حاصل می شود که با پشتکار، مقاومت، اراده و تصمیم و هدف روشن همراه باشد. استرس اختلالاتی در جسم، روح و احساسات شخص ایجاد می کند که بر سلامتی، آرامش، شور، شادی زندگی و همچنین روابط و مناسبات خانوادگی و شغلی افراد تأثیرات ناخوشایند می گذارد و او را دچار ناخوشی ها و بیماری های گوناگون می سازد. با این حال تکرار می کنیم که استرس جزئی از طبیعت حیات و هستی است، گرچه در همه افراد به طور یکسان به وجود نمی آید، زیرا ضریب تحمل هر شخص با شخصی دیگر فرق دارد. ظن غالب آن است که اگر فردی در این اجتماع استرس زده و مشوش نتواند خود را با محرکات آن تطبیق دهد و در برابر حمله های آن بیستد، ناگزیر صدمات و عواقب بدخیم ناشی از این بیماری قرن را نیز بایستی تحمل کند. به این نکته هم اشاره داشتیم که برای مقابله با استرس ها بایستی احساسات خود را مهار و کنترل کرد. اگر افکار تابع احساسات شود، طبعاً آثار و ردپای خود را در زندگی درونی و حتی بیرونی وی بر جای می‌گذارد. شخصی که بر خشم خود مسلط نیست، ناگهان چنان از کوره در می‌رود و دست به کارهایی می‌زند که ممکن است عواقب بسیار خطرناکی را برای خود رقم بزند. این را از یاد نبریم که ما همه آتشفشانی در حال فوران در اندرون خیش داریم که اگر بر آن سرپوش نگذاریم و جلوی جوشش و غلیان آن را نگیریم، چه بسا
فجایعی به بار می آورد که عمری از پیامدهای آن دچار مصیبت و بلا خواهیم شد و افسوس لحظه های غفلت خود را خواهیم خورد که چرا نتوانستیم بر نفس خیش مسلط شویم و زبانه ها و شراره های خانمانسوز خشم خود را خاموش سازیم. این موضوع را هم ناگفته نگذاریم که احساسات آدمی در این حال می تواند منبع اطلاعات و داده های وی گردد و واسطه و رابطه او با دنیای برون شود. پس آن را دست کم نگیریم که کانون انرژی و نیروی نفسانی است و عامل مهمی در تحرک و شور و نشاط هستی به شمار می رود. و این نکته را خاطر نشان سازیم که هر انسانی خود قادر به خلق احساسات خیش است و می تواند آن را از رشد و بال پر دهد و یا بخشکاند و سست و حقیر و بیمقدارش سازد. پس در این مورد نیز حق انتخاب با ماست و از آن رو که تجارب گوناگونی را در طول زندگی از سر می گذرانیم، بنابراین نوسانات و تغییرات آن را نیز تجربه خواهیم کرد. افکار و احساسات همواره در شکل و قالب یکسان قرار داشتند و از هم جدا نبودند. فکر بدون احساس بی‌معناست. هر فکر مثبت یا منفی با احساس خاص خود همراه است و عکس قضیه نیز صادق است. مازلو روانشناس مشهور و استاد دانشگاه هاروارد موضوع جالبی را در این باره مطرح می کند. آدمیان با احساسات مثبت و همچنین منفی زاده می شوند. به این سبب است که همه مردم ارزش‌های مثبتی چون عدالت، شرافت، نجابت، درستکاری، حقیقت، زیبایی، خوشخلقی، سرخوشی، شادمانی و قدرت و نظم و ترتیب را دوست دارند. البته به نوع افراطی این صفات کاری نداریم. در ذهن ارزش‌های منفی چون دروغ، ظلم، بی‌عدالتی، زشتی، مرگ، ناتوانی و ضعف، نادرستی، فریب و ریا، بی‌نظمی و هرج و مرج و غیره با خلق و خو و روحیه آدمی هیچگاه سازگار نبوده است و بشر همواره کوشیده تا آثار و عوارض سوء این ارزش‌ها و یا بهتر است گفته شود ضد ارزش‌ها را از زندگی نفسانی خود پاک و حذف نماید. ماسلو معتقد است که ارزش‌های مثبت معمولاً به انسان‌های مثبت تعلق دارد و ارزش‌های منفی متعلق به اشخاص منفی بوده است. همچنین زیبایی اگر با فریب آغشته و آمیخته شود توی ذوق می‌زند و کراهت آور می‌شود و همین مثال در مورد عدالتی که با خشونت همراه شود مصداق پیدا می‌کند. احساس مادرزادی جاذبه و دافعه تا حدود زیادی پایه و اساس اخلاق و وجدان و ضمیر و باطن انسان را تشکیل می دهد و به بی کمک می کند تا احساس خیش را از خوبی در مقابل بدی و زیبایی را در مقابل زشتی بسازد و بدان شکل و قالب دهد. گاهی اوقات این احساس به گونه‌ای به کجراهه می رود که شیطان و نمادهای شیطانی مورد ستایش و تحسین قرار می گیرد و به عبارت بهتر خوب از بد و سره از ناسره تشخیص داده نمی شود. حالانکه وظیفه یک احساس خوب و سالم این است که شخص را از نزدیکی و ارتباط با هرچه زشت و بد است دور نگاه دارد و آنچه را که واقعا و اساسا خوب و حقیقی است به سوی خود جذب نماید. حال که دانستیم آدمی با احساسات خود به دنیا می آید و با آن زندگی می کند و سرنوشت خود را می سازد و همچنین با آن از دنیا می رود، پس بهتر است که با احساسات خیش بسازد و بداند که این خود شخص است که احساسات خیش را رشد و پرورش می دهد یا جلوی فوران و توفندگی آنها را می‌گیرد و مهارشان می‌کند و یا آزادشان می‌گذارد و گاهی عقل را در پای ارزش‌های منفی آن قربانی می‌کند.
در اینجا به نمونه هایی از همزادان درونی انسان اشاره می کنیم. شادی، غم، خشم، حسد، بخل، استراب، تلقین منفی، ترس، آرامش، امید، ناامیدی، عشق، هوس، نفرت، کینه، پشیمانی و حسرت، گناه، خجالت، کبر و غرور و غرگه. استرس چیست؟ این پرسش ها را بارها در این کتاب پاسخ گفته ایم، ولی یک بار دیگر ساده ترین تعریفی را که از آن به عمل آمده در اینجا نقل می کنیم. هر نوع محرک و واکنش و انگیزه در برابر ترس و یا دردی که تعادل طبیعی و معمولی ارگانیسم را برهم بزند و مختل کند و در وظایف آن خلل وارد آورد استرس نامیده می شود. همه ما استرس را هر روزه در زندگی خود تجربه می کنیم و با آن رو در رو می شویم. برخوردها در سر کار با ارباب رجوع و همکاران، درگیری با افراد خانواده، فشارهای مالی، کمبود وقت برای رسیدن به سر قرارها، آن هم در ترافیک سنگین و مشکلات ارتباطی با دیگران و جز اینها، هر یک به سهم خود میتواند عامل و علت استرس هایی گردد که روح و جسم را دچار مخاطره کند و شور و شادی هستی را از وی باز ستاند. به این سبب است که گفتند استرس تعادل و توازن و آرامش زندگی شخص را دچار اختلال می کند. این نکته را هم خاطر نشان سازیم که استرس در برخی موقعیت ها می تواند جنبه های مثبت خود را آشکار سازد. مثلا فردی که شب هنگام در کوچه تاریک و خلوت ناگهان خود را در برابر مهاجمی قوی هیکل می بیند، بی اختیار در صدد یافتن راه گریز و یا جنگ و ستیز برمی آید. برای مقابله با این حالت استرس بدن با کنش لازم را نشان می دهد. آدرنالین خون بلا فاصله بالا می رود تا شخص از نیرو و توان لازم برای رویارویی با این وضع آماده شود. استرس می تواند به انسان کمک کند تا اگر تحت فشار قرار گرفت کاری را که بر عهده‌اش محول شده به سرعت و به موقع انجام دهد. یک موسیقیدان یا قهرمانی که خود را در صحنه رقابت با دیگران می یابد بر کوشش و تلاش خود می افزاید تا رقیبان و حریفان را از عرصه هماوردی و میدان نبرد خارج سازد. گرچه نوع افراطی آن زمانی آشکار می شود که فرد به علت استرس بالا احساس کند که قدرت و توانایی خویش را از دست داده و ضعیف و ناتوان گشته است. منطبق ساختن خود با محیط. انطباق بیولوژیکی با محیط در استرس از اهمیت خاص برخوردار می باشد که آن را اصطلاحاً تطبیق و سازگاری داروینی نامیده‌اند. در این نظریه داروین انطباق را مجموعی از روابط و مناسبات برمی شمارد که در آن حالت ارگانیسم قادر می شود تحت شرایط خاصی به زیستن ادامه دهد و بقای او تداوم داشته باشد. این تطبیق که بر اساس گزینه طبیعی و انتخاب اسلحه مشخص می شود، یک رشته موانع و مشکلات برای ارگانیسم فراهم می کند که اگر توانایی گذر از آنها را پیدا نکند، راه نیستی در پیش می گیرد و انتخاب او مرگ و نابودی خواهد بود. شماری از دانشمندان این گونه استدلال کردند که انطباق موجود در رویارویی و مقابله با دشواری ها و ناملایمات حیات با روش ها و شیوه های مختلف صورت می گیرد. در تئوری بیولوژیکی استرس این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که تلاش و کوشش شخص برای سازگاری با محیط زیست و با پیرامون خیش به صورت واکنش ها و پاسخ های سریع عضلانی و افزایش خارق‌العاده
نیروی گریز از معرکه و مهلکه و یا جنگ و ستیز روی می‌دهد و این فرایند در طول قرون و عصر با تکامل تدریجی قدرت ذهن و مغز و شناخته شدن قشاع مخ در مقابل با استرس ها از اعتبار و توان شگرفی برخوردار شده و سیر تکامل و تحول خود را پیموده است. پس استرس را می توان نوعی واکنش بیولوژیکی و زیستی شخص نسبت به محرکات خارجی و فیزیکی و ظاهری و روحی و حسی دانست. به عبارت ساده تر، واکنش و بازتابی که به سه مرحله تجزیه می شود: خطر، مقاومت، تحلیل رفتن و توان و نیروی خود را از دست دادن. در مرحله نخستین که شوک استرسی شخص را مورد حمله قرار می دهد و مداومت پیدا می کند، ریتم و آهنگ قلب دچار نوسان می شود و از روند طبیعی خارج می گردد. آنگاه نیرو و توان عضلانی و میزان قند خون رو به کاهش می گذارد و در این حالت است که ارگانیسم مورد عمل می شود تا خود را با وضعی که پیش آمده تطبیق دهد. در این گونه مواقع دستگاه اعصاب یک پیام فوری برای هیپوتالاموس می فرستد تا فعالیت غده فوق کلیوی تشدید شود و آدرنالین آزاد گردد و با افزایش ضربان و ریتم قلب نارسایی آن جبران گردد و به عضلات و بافت‌ها خون کافی رسانده شود و میزان چربی و قند لازم از کبد به حد تعادل برسد و حافظه و بازتاب‌ها وضع بهتری پیدا کنند و حتی چشم‌ها و مردمک آنها برای داشتن دید بهتر گشادتر شوند. شدت استرس و محرک‌های آن نسبت مستقیم با هم دارد و واکنش بیولوژیکی نیز به همین ترتیب خواهد بود. اگر فشار استرسی همچنان تداوم داشته باشد، نوبت به مرحله مقاومت می‌رسد که غدد درون‌ریز شروع به ترشح نمایند تا به این وسیله تعادل لازم در ارگانیسم به وجود آید. در این فرایند استرس و تهاجمات آن می‌تواند خوشخیم باشد تا بدن بتواند این دوران پر تلاطم را نیز از سر بگذراند. در صورتی که این دوران گذرا همچنان ادامه پیدا کند، ارگانیسم توان و بنیه خود را از دست می دهد و وارد مرحله تحلیل می شود. قوای تدافعی و مسئولیت ساز بدن از قلمرو خود عقب نشینی می کنند و این هنگامی است که شخص نسبت به تحرکات و حمله های خارجی حساس و شکننده می شود. و در اینجاست که حمله های بی امان استرس و فشار آرامش فکری و مغزی وی را سلب می کنند و نیروی مقاومت و پایداری وی را به تحلیل می برند و در این حالت که سوپاپ اطمینان سوجه منفجر می شود و پیامد این حالات انفجاری خشم و غضب و برافروختگی و خستگی و افسردگی خواهد بود. ولی با تمرین هایی که داده شده و راهنمایی هایی که به عمل آمده است، می توان استرس ها را مهار کرد و از شدت ضربات آن کاست و فشارها را کاهش داد و به مرحله ای رسید که نام آن را آرامش خیال و شیرینی حیات و زندگی بدون استرس منفی می نامند. در پایان بی مناسبت نیست به این نکته اشاره کنیم که بقراط حکیم، طبیب یونانی که اساس فلسفه طبابت خود را بر خلق و خوی متغیر آدمی بنیان نهاده بود و سوگندنامه معروف پزشکان نیز یادگار اوست، درباره استرس حتی در آن عصر و زمانه این گونه اظهار نظر کرد که استرس عدم تعادل و توازن جسم است که تحت شرایط و موقعیت‌های خاص به وجود می‌آید. فرایندی که در بسیاری از موارد توسط خود شخص قابل کنترل است، مشروط بر آنکه از اعتماد به نفس برخوردار بوده و بر نفس خیش مسلط شده و آن را شناخته باشد تا از زندگی متعادل و آرام و
متوازنی برخوردار گردد. فصل 11 پایان استرس، آغاز آرامش. چگونه می توان خود را از استرس، این حاله نامرئی، دور نگاه داشت و از درون امواجی که به صورت‌های گوناگون فشارهای عصبی، روانی، استرس‌ها، دلهره‌ها و هراس‌های بی علت و دلیل، غم و غصه‌های جانگداز و مبهم بر انسان هجوم می‌آورند، سر برون آورد و نفسی راحت کشید. استرس همواره به صورت قدرتی همیشه حاضر در حیات و هستی ما وجود دارد و عرصه کارزاری فراهم می کند که تا پایان عمر از آن رهایی نخواهیم داشت. در این معرکه جنگاوری چابو کشیار و ماهر می خواهد تا قوت و فنهای مقابله با این حریف نیرومند را بداند و از آوردگاهی که در آن گرفتار آمده پیروز و سربلند بیرون آید و به ساحل امن و آرامش و نجات برسد و راه و رسم هماوردی با این حریفی که شکست و عقب نشینی نمیداند بیاموزد و آن را به کار گیرد و هرگز از این پیکار خسته و فرسوده و نومید نشود. به این ترتیب معلوم می شود که استرس همراه و همنشینی است که هیچگاه از ما جدا نمی شود و با هر نفسی که می کشیم حضور خیش را به ما نشان می دهد و ما وجود آن را در هر لحظه حیات، چه در سر کار و یا در خانه و خانواده، آشکارا احساس می کنیم و از لهیب تند و سوزان آن بر جسم و جان خیش آگاه می شویم. گفتیم که به هر تقدیر از این همسفر همیشگی نستوه و مزاحم نیز میتوان سکوی پرشی ساخت و از زیر بار فشارهای آن بیرون آمد و سبکباری آرامش خیال را تجربه کرد و با زدودن افکار منفی و سیاهی که معمولاً روش استرس هاست به قدرت واقعی روحی خیش پی برد و با اعتماد به نفسی که به دست می آوریم شخصیت از همگسسته خود را ترمیم کرد و هراس از دل بیرون راند و شادمانه و دلیرانه با مهاجمانی که از چپ و راست بر ما میتازد و سعی میکنند تا در هر فرصت ما را از پای در اندازند به رویارویی پرداخت و زندگی را با شادی، موفقیت و کامرانی سپری کرد. به خاطر داشته باشیم که طرح سال غالباً پاسخ خود را به همراه می آورد. هنگامی که از خود می پرسیم چرا بیهوده می ترسم و چرا نمی توانم به کسی که خواهشی نامعقول از من دارد نه بگویم، چرا همه به من زور می گویند و می خواهند سرم را کلاه بگذارند، چرا همیشه دلم شور می زند و منتظر اتفاق بدی هستم و چرا زمان حال را به خود تلخ می کنم و به شیرینی های زودگذر زندگی که معلوم نیست چه وقت میرسد چشم دوختم و بالاخره چگونه میتوانم به آرامش برسم و این دو روزه عمر را بی دغدغه و تشویش و دلهره به سر آورم. عوامل استرس ها همواره یکی از مهمترین علت های تنش ها و فشارهای روانی به شمار آمدند. بدیهی است که ناسازگاری ها و تعارضات درونی در صورتی می توانند مشکل آفرین شوند که بر آنها شناخت نداشته باشیم و آنها را سرسری بگیریم و اهمیتی برایشان قائل نشویم. هنگامی که فردی از حضور در برابر جمع و یا حتی خارج شدن از خانه احساس ناراحتی می کند، طبیعی است که با نفس خود درگیر شده و با آن به جدال پرداخته است. یا شخصی که شستن دستهایش را به صورت وسواس در می آورد و ساعتی 100 بار به دستشویی می رود تا باز آنها را بشوید و میکروبهایش را بزداید. به هر حال شناخت بیماری های درونی می تواند به طریقی راه درمان آنها باشد. یک بار دیگر به اختصار به چند نمونه از این عوارض می پردازیم و خاطر نشان می سازیم که
بی توجهی به ساده ترین هنجارها و رفتارها و کنشها می تواند عواقب وخیمی در بر داشته باشد. ضمناً این را هم بدانیم که درمان روح بسیاری از ناخوشی های جسمانی را نیز درمان خواهد کرد. زندگی بدون اضطراب. همیشه این پرسش وجود داشته است که آیا زندگی بدون اضطراب و دلهره امکان پذیر است و آیا اگر این احساس درونی نباشد کسی قدر خوشی و آرامش را خواهد فهمید؟ پرسش هایی از این دست نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه سوال های بیپاسخ دیگری را نیز مطرح می سازد. حالان که همه می دانیم که آدمی مجموعی از احساسات متضاد و گوناگون و ناهمگن است که درون وی را آکنده از قوقا و جوشش و فوران و قلیان ساخته است. طبیعی است که راندن عرابه زندگی در جاده هموار یک نواخت و بی‌فراز و نشیب ملول و خسته کننده می شود. لطف و شیرینی حیات، گذار از پستی و بلندی ها و عبور از موانع و مشکلات و دست و پنجه نرم کردن با ناملایمات هم می باشد. آب راکت سرانجام مردابی می شود که همه چیز در آن می میرد و خشک و پژمرده می گردد. به هر روی زندگی کردن مهارت خاص خود را می طلبد و این موهبت آسان به دست نمی آید. همه یک بار به دنیا می آییم ولی گروهی از مردم سالهای کوتاه عمر را برای خود به صورت عذاب و شکنجه جانفرسا در می آورند. شماری دیگر اما با بهره گیری از شگرد ها و ترفند ها مهارت زیستن را کسب می کنند و از هر لحظه حیات خود لذت می برند تا شادمان و آرام در هر حال و هوا در افقهایی که پیش روی خود می گسترند به پرواز درآیند. پس برای خوب و خوش زیستن نخستین کاری که باید انجام داد شناخت نفس و درون و آگاه شدن از قدرت باطن است و مرحله دیگر به کارگیری فنون و تکنیک های مقابله با عواملی که بر سر آن است تا آرامش و شیرینی هستی را از انسان برو باید و او را در دهلیز هزار استرس و فشارهای زندگی سرگردان و خرد و در هم شکسته کند. برای رسیدن به مقصود راه چندان دشواری در پیش نخواهد بود به شرط آن که بتوان خود را از کوره راه ها و تنگناها بیرون کشانید و به شاهراهی رسید که در هر سوی آن چشمنداز های دلکش و منظره های دلنشون و روح نواز قرار دارد. این راه پیچ و خم ها و گردنه ها و تنگناها را هم میتواند با عزم و اراده پشت سر گذارد و حراس از دل بیرون کند و با افکاری آسمانی به صفای آسمان ها رسید. شعور بر احوال درون. آیا هرگز به این فکر افتاده اید که چگونه می توان روز را به شب و شب را به روز رسانید بی آنکه دچار استرس و فشارهای ناشی از آن گردید؟ چه کنیم تا آرامش را به سوی خود باز آوریم و از بامداد که چشم باز می کنیم و از بستر بیرون می آییم تا پایان شب که باز به بستر می رویم زندگی آرام و نسبتاً بی تنش و استرابی داشته باشیم؟ مروری بر تمرین های تمدد اعصاب تن آرام سازی ما را به این هدف نزدیکتر می کند. نکته دیگر بهره گرفتن از نیروی درون است و همچنین شناخت عناصر مزاحمی که ما را از مقصود یعنی کسب آرامش دور می کند که به نمونه های از آن اشاره می کنیم. فوبیاها یا ترسهای غیر عقلانی. مبتلایان به این گونه هراسها را افرادی باهوش ولی با رفتارهای احمقانه خواندند.
اگرچه زندگی را با ترس و نگرانی سپری می کنند، ولی در این حال در پی یافتن راه حل‌هایی نیز هستند. نکته مهمی که بهتر است مورد توجه قرار گیرد این است که غالب مردم خود به صورت عامل استرس و تنش خیش در می آیند و با بیماری روانی عصبی، توهمات و تخیلات خود محیط زیست و پیرامون خیش را آکنده از فشارهای توانفرسا و استرس می سازند. به عنوان مثال فردی که از سوار شدن بر آسانسور هراس دارد و با فوبیای بیرون رفتن از خانه و عبور از مکانهای مسقف و میدانها و بازارها لذت زندگی را بر کام وی تلخ کرده، شادی گشت و گذار در کوی و خیابان و باغ و بوستان را هم از خیش سلب می کند و چنین شخصی بدون شک در دنیای پر استرسی زندگی می کند که از آرامش در آن اثر و نشانی وجود ندارد. شخصی که روز و شب با ترسی مداوم و ریشه دار دمساز و دمخور است، آیا می تواند در مورد ساده ترین تصمیم هایی که می خواهد اتخاذ کند و آنها را اجرا نماید به نتیجه ای برسد؟ فردی که به خاطر کم کردن وزن خود دچار عارضه بی اشتهایی شده و یا برعکس به پرخوری روی آورده و دائما می خورد تا فشارهای استرس و فشارهای استراب را کاهش دهد، چگونه با استرس‌های خود کنار می آید؟ یکی از اصلی ترین هدف‌های زندگی بهره‌مندی از آرامش است. حال کسی که دچار مرگ هراسی است، آیا هرگز طعم شیرین لحظه‌های زود گذر عمر را خواهد چشید؟ شخصی که افکار سیاه و منفی ذهن او را احاطه کرده، آیا قادر به کشف روشنایی های باطن و قلمروهای بیکران درون خیش خواهد گشت؟ به هر تقدیر زیستن در دنیای بدون استرس مهارت هایی لازم دارد که برای مجهز شدن به آنها بایستی از قدرت های شگفت انگیز ذهن و ضمیر بهره گرفت و در ضمن از بیماری هایی که به شکل های گوناگون جسم و روح را مورد حمله قرار می دهند و از کارایی انسان در مقابله با استرس ها و تنش ها می کاهند آگاهی یافت تا بهتر بتوان به جنگ عوامل موذی و مزاحمی که در درون ما لانه و سنگر ساختند رفت و آنها را از میان برداشت و نابود کرد. اعتماد به نفس و تسلط بر خویش. داشتن اعتماد به نفس یکی از مؤثرترین حربه هایی است که هر کس می تواند با استفاده از آن به قلق و غم و سرکوب این دشمنان روحی و جسمی بپردازد. آدمی اصولاً بر آن است تا با اطرافیان، افراد خانواده، همکاران، همشاگردی ها، همسایگان و کلن با مردم دوروبر و اجتماعی که در آن زندگی می کند ارتباطی صمیمانه، سازنده و انسانی داشته باشد. این امر مستلزم آن است که هم بر خویش مسلط شود و رفتارها و کنشهای خود را روشن و عقلانی و انسان پسند سازد و هم دیگران را با خلق و خو و کردار خویش زیر نفوذ خود درآورد و هم نوا و هماهنگ سازد. جان کلام اینجاست که این امر به سادگی میسر نمی شود، زیرا آدمی همواره از ازل در تعارض با خود و احساسات خیش بوده و این توسن سرکش هیچگاه به آسانی در برابر خواسته های صاحب خود رام نگشته و همیشه چموشی و نافرمانی کرده است. سرپوش نهادن در آتش نشان درون و خاموش کردن آن دغدغه و تکاپوی بشر بوده است. احساسات و هیجاناتی که گاه زندگی صاحب خود را برباد می دهد و به وادی فنا می کشاند. ولی چه می توان کرد که انسان با همین تنش ها زیسته، ولی با بهره گیری از سلاح عقل و هوش تلاش می کند تا چاره‌ای بیندیشد و از موقعیت های دشواری که برایش پیش می آید به سلامت بیرون آید. شخص برای توجیه رفتارهای خود
نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران پیدا می کند و برای این منظور نخستین کاری که انجام می دهد سخن گفتن یا به عبارت بهتر برقراری ارتباط کلامی است. آدمی از بدو آفرینش این نکته را درک کرده که برای تماس با دیگران بایستی حربه زبان را به کار گیرد و هرقدر در این تلاش موفق و چیره و ماهر شود قدرتش افزون خواهد گشت و بر شمار یاران و دوستدارانش می افزاید و تعداد حریفانش را خردتر و اندکتر می سازد. در این عصر و زمانه که بشر به مرحله تکاملی نسبی پای نهاده، فن سخنوری به صورت یکی از تکنیک‌هایی در آمده که در جهان کنونی برای آن اهمیت فراوان قائل شده و به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مهارت‌های زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فن بیان. فن بیان از دیرباز و همچنین در این عصر و زمانه برای فتح و پیروزی در عرصه‌های مختلف زندگی به کار رفته است. خطیبان، سخنرانان، سیاستمداران، هنرپیشگان و خلاصه تمام کسانی که در اجتماع با دیگران سر و کار دارند و حتی افراد خانواده بایستی فوت و فن به کارگیری آن را بدانند. بشر به تجربه دریافته است که برای پیشرفت در هر زمینه و برداشتن موانع و از بین بردن مخالفت‌ها و راه یافتن به قلب دیگران نیاز به زبانی دارد که به اصطلاح ما را از سوراخ بیرون بکشاند و زبانی را به کار گیرد که دیگران را رام و آرام سازد و حتی در دل حریفان و مدعیان نیز جا باز کند. درباره فنون سخنوری و لحن و بیان مطالب فراوان گفته و نوشته شده است و ما در اینجا به اختصار اشاره خواهیم داشت به سخن گفتن و صحبت کردن معمولی که چگونه بتوان مقصود را ادا کرد تا هم مخاطب به منظور و مقصودمان پی ببرد و هم شخصیت اصلی و انسانی ما محفوظ بماند و در ضمن کلامی روشن و پیامی آشکار داشته باشد. کلمات و واژه‌هایی را که انتخاب می‌کنید آری از هر نیش و گزش و تندی و تلخی بوده و شخصیت مخاطب را مورد توجه قرار دهد و بار احترام و ادب داشته باشد. گوینده جرأت و شهامت نگفتن را داشته باشد. این امر ظرافت به خصوصی را می‌طلبد که در سخن گفتن و ادای مقصود از اهمیت برخوردار می باشد. از همان کلام آغاز به پیش داوری و قضاوت و حمله و هجوم زبانی نپردازید. زخم زبان تلخ معمولاً التیام پیدا نخواهد کرد. جرأت بیان افکار، ایده ها، عقاید و احساسات خود را داشته باشید و مواظب لحن کلام خود باشید. پرسیدن، خواستن، خواهش کردن و طلب کردن هم راه و رسمی دارد و در این حال شهامت می خواهد. خواستهای خود را سبک سنگین کنید تا آنچه به زبان می آورید انجام شدنی باشد. زبان مثبت، صریح و بدون لکنت مخاطب شما را مجاب خواهد کرد و تحت تأثیر قرار می دهد. در مقابل انتقادهایی که از شما می شود، خونسردی و متانت و وقار و آرامش خود را حفظ کنید تا منطق و استدلال های شما بتواند تأثیر پذیر شود و طرف ناچار از قبول گفته های شما بشود و یا به ضعف و شکست خود پی ببرد. تعارف ها را با روی خوش استقبال کنید و خود نیز لحنی مؤدبانه داشته باشید که پاسخگوی ادب و احترام دیگران باشد. در ضمن اگر دریافتید که مخاطب شما ستیزجو و پرخاشگر است و با قصد و نیت قبلی به حمله و احیاناً حتی کی پرداخته است، خود را نبازید و بر خود مسلط شوید و سعی کنید مدیریت موقعیت بحرانی جلسه را در دست بگیرید و با زبانی نرم و منطقی آن را اداره کنید
در این گونه مواقع حریف که متوجه شده دستش خوانده شده است، میدان را خالی می کند و به نحوی سعی می کند از رویارویی اجتناب کند و اثر خالی نماید. لحن کلام خود را با حرکت‌های دست و سر و اندام‌ها و حتی خطوط چهره هماهنگ سازید و بر آنها شعور و کنترل داشته باشید تا بهتر بتوانید ادای مقصود نمایید. فراموش نکنیم حرکات اضافی همراه با لحن تند و نیشالود و گوشدار یکی از عوامل استرسا به شمار آمده است و آن را همانند گفتار سرد و بیروح و یخزده و فاقد مهر و عشق دانستند. فوبیای اجتماعی. افراد خجول و کمرو به این علت از قافله پیشرفت در اجتماع عقب میمانند، زیرا قادر نمی شوند بر هراس ناشی از ایجاد ارتباط و سخن گفتن و بیان مقصود خیش غلبه کنند. در نتیجه درونگرا منزوی، کم حرف و گوشه‌گیر می شوند و دچار فوبیای اجتماعی می گردند که یک بیماری واقعی مرتبط با استرس می باشد و فرد مبتلا را چنان مضطرب و هراسان و وحشت زده می سازد که کمترین عارضه آن اشکال در سخن گفتن در حضور جمع و حتی در محافل و مجالس و مهمانی ها می باشد. جالب آنکه حدود 5% مردم گرفتار این حالت هستند و از آن رنج می برند و چه بسا با مشکل و ناراحتی خیش می سازند و آن را طبیعی می انگارند و از این رو در صدد رفع و درمان آن بر نمی آیند. فوبیای اجتماعی تا مدت‌ها ناشناخته مانده بود و شگفت آنکه هنوز هم درباره علت و ریشه آن چیز زیادی نمی دانند. گرچه می دانند که این عامل درونی می تواند به صورت یک عنصر استرسا درآید و موقعیت‌های سالم و شکوفان فرد را به مخاطره اندازد و به صورت سدی در برابر پیشرفت‌ها و موفقیت‌های او در اجتماع یا خانواده درآید. فردی که از نگاه کردن مستقیم به چشمان دیگران واهمه می کند و قادر نیست مقصود خیش را به روشنی و بدون لرزش صدا بیان کند، آشکار است که طعمه آسانی برای کسانی می شود که به دنبال افراد کمرو و ضعیف و سست و لرزان می گردند تا بتوانند به سهولت به دام خیش بیندازند و نقشه های خود را عملی نمایند. به هر حال درمان و آسیب های روانی و عصبی و کاستن از فشارهای استرسی نیاز به برنامه ریزی و تمرین های مداوم و به کارگیری اراده و مدیریت بحران های جسمی و روحی دارد که در فصل های قبل آنها پرداخته بودیم. به نمونه های دیگری از بیماری های روانی که می توانند استرسا شوند و یا محیط استرسی را تولید کنند اشاره می کنیم. نروس ها را می توان گونه اختلالات اعصاب و بیماری های روانی خوشخیم نامید، تا جایی که با آشفتگی و از همگسیختگی روحی همراه نگردند. به هر حال فرد نروس را نمی توان یک بیمار اعصاب و روان خواند، گرچه می تواند مشکل آفرین و جدی گردد، زیرا انواعی از آسیب های اجتماعی عامل و موجب شماری از محدودیت های اجتماعی برای فرد مبتلا می شود. هستری ها، فوبی ها، وحشت ها، پانیک ها و اختلالات وسواسی غیر ارادی از نمودهای آن به شمار می رود. پسیکوز نوعی روانپریشی است که به صورت‌های گوناگون بروز و تظاهر می‌کند، مثل اسکیزوفرنی، سندرم‌های روم. مجموعاً همه علامت‌ها جنون، شیدایی، افسردگی، هذیان‌ها، پارانوی‌ها، ترس و سوءظن، حسادت و بی‌اعتمادی مفرط و کبر و غرور افراطی وش مشترک این عارضه گسسته شدن کامل روح و روان شخص از واقعیات و حقایق می باشد. افسردگی
افسردگی مبحثی بسیار پیچیده و تاثیرگذار در عوارض روانی و به ویژه استرس قلمداد شده است. در این باره به بحث بیشتری می‌پردازیم. باشد که نکات تاریک و مبهم آن بهتر شناخته شود. افسردگی عارضه است که می‌تواند گریبانگیر هر کس بشود و همه ما به گونه‌ای آن را تجربه کرده و نشانه‌های آن را که بسا هنوز هم با خود داریم و هنوز هم به خاطر داریم که چگونه در مرحله مشخص از زندگی ناگهان آتش شور و نشاط حیات در ما رو به خاموشی نهاد و دل مرده و خسته گشتیم و ناگاه احساس کردیم که حوصله انجام هیچ کاری را نداریم و همه چیز برای ما یک نواخت و ملال‌آور شده است. شوک افسردگی غالبا در اثر حادثه و سانحه‌ای غیر مترقبه و هیجانی مثل تصادف‌ها، قهر و جدایی عشقی، از دست دادن عزیزی و یا برخوردها و کشمکش‌های شغلی و حرفه‌ای، فشارها، تبعیض‌ها، عدم اطمینان به اطرافیان و ناامنی شغلی و فقدان ارتباط و جزئی‌ها به وجود می‌آید. گاهی اوقات غم و اندوه جانفرسا چنان روح و روان شخص را درگیر می‌کند که دنیا پیش چشمانش تیره و تار می‌شود و زندگی برایش غیر قابل تحمل می‌گردد. اشخاص حساس در برابر این بیماری شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند، زیرا به علت زودرنجی و حساسیت زیاد تاب و توان خیش را در مقابل تندبادهای حیات و ناملایمات آن از دست می‌دهند و به کمترین بهانه‌ای تسلیم می‌گردند و از حل مشکل و مسئله خود عاجز می‌مانند و از درون بریده و گسسته می‌شوند. افسردگان معمولاً در گذشته ها و نه در زمان حال زندگی می کنند. آینده نیز برایشان معنا و مفهومی ندارد. به گمان ایشان همه چیز بر پایه شک و تردید، ترس و تزلزل، ناپایداری، افکار و ایده های هراس‌آور و بی‌ثبات بنا شده است. نکته در این است که 80% مبتلایان افسردگی دچار استرس شدید همراه با اندوه و استراب نیز می باشد. در این حالت سوژه دچاری نوعی خلأ ذهنی می شود که گویی مغزش سخت و سنگین و بسته شده است و هیچ فکر خلاقه و سازنده به سرش راه نمی یابد و پندارها و تخیلات منفی تنها نقطه اتکا و کانون تمرکز وی می گردد. افسردگی و روانکاوی. روانکاوان افسردگی را نوعی سیر قهقرایی و بازگشت به من مرتبط با دوران کودکی که هنوز حل ناشده باقی مانده دانستند که همچنان آثار و نشانه های آسیب های خودشیفتگی آن دوران را با خود حمل می کند. زیگموند فروید روانکاو مشهور افسردگی را نوعی اختلال عصبی روانی خودشیفتگی می داند که توسط برخورد و تعارض بین من و من عالی فرد مشخص می شود. شکست من در برابر توقعات و خواسته های خیال پردازانه و ایدئالی و غیرواقعی کاهش اعتماد به نفس و احساس بی‌ارزشی را که یکی از نشانه های بارز افسردگی به شمار می رود توجیه می کند. کافیست بدانیم که فروید طبیعی بودن و بهنجار بودن را صرفاً کار کردن و دوست داشتن می شمارد و بس. افسردگی با این علائم بروز می کند. فردی که صبح ها معمولاً سرحال و شاداب از خواب برمی خواست، ناگهان احساس می کند گرفته و غمگین و بدون علت و سبب دماغ و ملول شده است و حوصله بیرون آمدن از بستر را ندارد و احساس خستگی می کند. این حالت برای بسیاری از افراد پیش می آید و از نشانگان افسردگی نیست، چرا که غالباً هر کس در طول زندگی این گونه حالات را تجربه کرده است و پس از مدت کوتاهی به حال قبلی و عادی خیش بازگشته و جای نگرانی نیست. با این وجود یک دهم مردان و یک پنجم زنان سراسر گیتی به این عارضه مبتلا هستند و به دست و پنجه نرم کردن با آن مشغول.
زمانی میتوان فردی را گرفتار دانست که این نشانه ها در او تداوم داشته و توان کار کردن و زندگی کردن با شور و شوق از وی سلب شده باشد. بار دیگر به مرور علامت های افسردگی میپردازیم تا هر کس با تغییر خلق و خویی که پیدا میکند مورد خود را تشخیص دهد و درمان را به درمانگر بسپارد. بی‌حوصلگی، ملول و کسل و خسته و بی‌علاقه و بی‌احساس و بی‌شور و نشاط بودن و تمایلی به کار و فعالیت نداشتن، کم و زیاد کردن وزن و بی‌اشتهایی به هر غذا و خوراک و به هر چیز، بی‌خوابی، بدخوابی و پرخوابی، بی‌جنب و جوش گشتن و گوشه‌نشینی و خلوت‌گزینی، بی‌حس و حال و اندوهگین بودن، احساس بی ارزشی و پوچی کردن، مشکل تمرکز فکر و تفکر و زندگی را پوچ و بی ارزش شمردن و در نهایت تمایل به نیست و نابود کردن خیش. در صورتی که این حالتها به مدت 2 هفته ادامه پیدا کند، سوژه حتما بایستی به متخصص رواندرمانی مراجعه کند و این نشانه ها را دست کم نگیرد. نکته اینجاست که نشانگان افسردگی شدید بین سنین 15 تا 30 سالگی بیشتر خود را نشان می دهد. هرچند در کودکان و نوجوانان نیز آثار و علامت های آن مشاهده شده است. افسردگی اگر به حال خود رها شود می تواند روابط و مناسبات خانوادگی، زناشویی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و آسیب های جدی متوجه شخص سازد. جالب آن که هنوز هم شمار زیادی از مردم افسردگی را مهم نمی شمارند و حتی آن را واقعی نمی دانند و نشانه های آن را خیالی و بی اهمیت قلمداد می کنند و بر این باور خیش پای می فشارند که هر کس می تواند خود را از زیر بار فشار چنین ایده ها و تخیلاتی آزاد سازد و آنها را از درون خیش بزداید و دور بریزد. به این علت بیماران وابسته به این ناباوران از مراجعه به درمانگران سرباز می زنند و در نتیجه بر وخامت حال خود می افزایند و زمانی به خود می آیند که کار از کار گذشته و چه بسا فاجعه‌ای رخ داده باشد. داروهای ضد افسردگی و همچنین رفتار درمانی در درمان مبتلایان مؤثر بوده و موجب آن شده تا مدارها و جریانهای اعصاب مغز که جایگاه تفکر، خواب، خلق و خو، اشتها، رفتار و غیره است به حالت طبیعی خود باز گردد و سیستم پیام‌رسانان شادی مغز که نقش مؤثری در ایجاد و یا نابودی استرس داشتند ترمیم و احیا شوند و فعالیت طبیعی خود را از سر گیرند. عشق زندگی. این نکته را همواره در پیش رو داشته باشید که شعله حیات بخش زندگی را بایستی روشن و پرفروغ نگاه داریم و هیچگاه اجازه ندهیم که هستی بدون این اخگل فروزان خالی و سرد و تهی شود. ساده ترین کارها را از نفس کشیدن تا بیرون رفتن از خانه و خرید روزانه را انجام دادن، حتی شستن ظرف‌ها و لباس‌ها، گپ و گفتگو با همسایه و همکاران، تلفن زدن به یک دوست و جز اینها را می‌توان زندگی دانست و از شیرینی آن لذت برد و قدر سلامتی خود را ولو نسبی دانست. بسیاری از مردم زمانی به اهمیت همین چیزهای ساده پی می‌برند که آنها را از دست داده باشند و در این صورت است که ملول و افسرده با حسرت از دوران خوش گذشته که در نظرشان کسالتبار و یک نواخت و غم‌افزا نمود یاد می کنند. در این گونه مواقع تنها کاری که برای سرکوب این حالتهای منفی می توان انجام داد این است که یاد گذشته ها را از خاطر زدود و تنها به فکر زمان حال بود، زمانی که آن هم به سرعت به گذشته می پیوندد. برای رهایی از حالتهای افسردگی به خصوص در مراحل مقدماتی آن می توان از تمرینهای ریلکس تن و جان و آرام سازی کمک گرفت.
بعضی وقتها با شدت گرفتن فشارهای عصبی و استرسی شخص ترجیح می دهد برای رستن از بار گران غم و اندوه و یا استراب و فشاری که روح و جان را فرسوده و خسته کرده و به خواب پناه ببرد تا شاید خود را از برابر امواج توفندی که بر او می تازد برهاند و برای ساعاتی هم که شده آرام بگیرد و تلاش می کند تا در این لحظات به هیچ چیز دیگر فکر نکند و از دنیا و فشارهای آن آسوده شود. این پناه بردن به خواب را یک رفلکس و بازتاب طبیعی شمردند گرچه حلال مشکلات نبوده است. شایان ذکر این که افسردگی در هر شخص به شکل‌های گوناگون به وجود می آید و ریشه می کند و دارو و درمان خاص خود را اقتضا می کند. اصولاً یک رویداد و حادثه برای هر فرد واکنش خاصی برمی انگیزد، در حالی که فرد دیگر در مقابل آن کاملاً خونسا و بیتفاوت می ماند. داروها نیز معمولاً مؤثر واقع می شوند و رفتار درمانی ها هم در این باره نقش حساسی ایفا می کنند. در این روند فقط باید مواظب برگشت بیماری بود که این بار ممکن است حمله های خود را شدیدتر سازد. افسردگی بیماری مصری و خطرناکی نیست، به شرط آنکه اطرافیان و نزدیکان دوستان بیمار همکاری لازم را با پزشک و درمانگر وی داشته باشند و در برابر حالتهای ناوهنجار و بی‌حوصلگی و بی‌حالتی او از کوره در نروند یا به پند و اندرس‌های تو خالی و آبکی و یا سرزنش و ملامت نپردازند که نه تنها برای حال بیمار مفید نخواهد بود بلکه می‌تواند بر وخامت احوالش بیفزاید و او را از بد به بدتر بکشاند و چه بسا او را به کارهای ناشایست و حتی خودکشی سوق دهد. اگر مردان کمتر از زنان دچار این آرزو می شوند دلیل بر قدرت جسمانی ایشان نیست. به همین دلیل این آرزو همانند آتش زیر خاکستر می تواند مدتها به همان حال باقی بماند و به همین نسبت تشخیص و درمان آن هم دیرتر و طولانیتر و سختتر باشد. درمان افسردگی اخیراً با چنین پیشرفت‌هایی روبرو گشته که یک مشاوره و معاینه ساده توسط یک روانکاو و روانپزشک می تواند گره‌های روحی فرد مبتلا را باز کرده و با مقداری دارو و تمرین‌های مخصوص افق‌های روشنی پیش دیدگان او بگشاید. همین امروز را زندگی کنی. در هفته دو روز وجود دارد که از آنها نباید دلنگران بود. یکی دیروز است و دیگری فردا. دیروز با تمام هراس‌ها و خطاها و غم و غصه‌ها و اشتباهات و رنج و دردهایش گذشته و رفته است و هرگز دوباره باز نمی‌گردد. اگر تمام طلاهای دنیا را بدهیم این روز برای من زنده نخواهد شد و آب رفته به جوی باز نخواهد گشت و به کلامی می‌ماند که از دهان من خارج شده و همچون تیری از کمان پرواز کرده است، دیروز دیگر وجود ندارد. روز دیگری که نباید موجب تشویش خاطر ما شود فرداست که با کولباری از دلهره ها و رویدادها و مصیبت های احتمالی و امیدهای بزرگ و کوچکش از راه می رسد. فردایی که آن هم از دسترس ما خارج است. فردا خورشید تابان طلوع خواهد کرد و یا در پس ابرها روی در نقاب خواهد کشید، ولی به هر حال در پشت ابرها باقی نخواهد ماند و زندگی و هستی را غرق در نور و روشنی خواهد کرد و این ما هستیم که نمی‌دانیم فردا چه خواهد شد. پس در این گردش فلکی تنها همین امروز می‌ماند و بس، و هر کس می‌تواند همین یک روز را به حساب زندگی خویش درآورد و به روی آن حساب باز کند. با تمام این احوال ما زمانی هراسان و پریشان از این کارزار پاپس می کشیم که بار سنگین دیروز و فردا ما را از پیش رفتن باز داشته و در جا می خوب کرده باشد. رویدادها و تجربیات امروز نیست که آدمی را به جنون می کشاند، بلکه حسرت و پشیمانی دیروز است
و ترس فردای نیامده که زندگی را بر کام وی تلخ و زهرآگین می‌سازد. ژان کوکتو نویسنده نامدار فرانسوی چه خوش گفته است: دوست داشتن یکی از دشوارترین مباحث دستور زبان است. گذشته آن اصلا ساده نیست، زمان حالش ماضی استمراری است و آیندهش همیشه شرطی بوده است. تنهایی. آلبر کامو نویسنده فرانسوی میگوید: عادت کردن به ناامیدی بدتر از خود ناامیدی است. و یک ضرب المثل چینی: صبر کن تا قایقت سوراخ شود و بعد از آن خود را به آب بیفکن. تنهایی احساسی است که شخص در آن حالت احساس تهی بودن و پوچی می کند و از جمع مردمان کناره می گیرد و قادر به ایجاد هیچ گونه ارتباطی با دیگران نمی شود و این امر برایش به صورت امری محال و دشوار در می آید و این احساس جدایی و خلع او را ناگزیر به انزوا و گوشه نشینی می کشاند. فرق تنهایی و انزوا. تنها شدن با انزوا فرق دارد. هر کس بنابر مقتضیات گاهی اوقات میل به تنها ماندن پیدا می کند. چه بسا که این حالت در بسیاری موارد به خصوص برای متفکران و روشنفکران در صورتی که زیر کنترل قرار گیرد می تواند پربار و خلاق و مثبت و لذت بخش بوده و ثمرات نیکو و شکوفایی در پی داشته باشد. ولی انزوا امری است که غالباً بر انسان به علت بیماری و یا زندان و غیره تحمیل می شود و به عبارت بهتر ناخواسته است و از نظارت و اداره شخص خارج. تنهایی هنگامی جانگداز و تلخ و اندوهبار می شود که ناخواسته آدمی را گرفتار کند و آن هنگامی است که او را به خود رها کرده و مطرود کرده باشند، که در این صورت پیامدهای آن انواع دلهوره ها، نومیدی ها، استرس های ناشی از این احساس خواهد بود. در صورت تداوم این حالت، فرد تنها قادر به ایجاد ارتباط سالم با افراد جامعه و حتی خانواده خود را از دست می دهد و چون خود را بی ارزش و بی مقدار می پندارد و احساس می کند از چشم دیگران افتاده و برایش احترام و عزتی قائل نیستند و دوستش ندارند، بیشتر در لاک خود فرو می رود و به مرحله خلوتگزینی و گوشه‌گیری هم ممکن است برسد و این زمانی است که احساس خودکمبینی و عقده حقارت بر او مسلط شده است. بشر از ازل همزاد تنهایی بوده است، ولی تنهایی تحمیلی و جبری همیشه آزاردهنده و استرس آفرین می شود و ارتباط فرد را با محیط اجتماعی و اطراف خود سست و شکننده و بی اعتبار می سازد. در این گونه موارد شخص در میان جمع نیز احساس تنهایی می کند و این حالت در دورانهای مختلف زندگی بر او سنگینی می کند. همگان این تجربه را آزموده اند که جدا شدن از خانواده حتی برای کوتاه مدت و رفتن به سفر و یا نقل مکان به محله دیگر و یا جدایی و تنهایی های عاطفی مثل طلاق می تواند ضربه های هولناکی بر شخص وارد آورد و حتی بر شخصیت وی نیز آثار زیانبار خود را بر جای گذارد که مهمترین نشانه های آن احساس بی‌ارزشی و پوچی است. در چنین مواردی معمولاً فرد بعد از سپری کردن دورانهای پرتنش و استلاب‌آلود و پر استرس و قهرآمیز احساس نومیدی شدید می کند و در لاک خود می خیزد و در تنهایی فرو می رود و عواقب منفی این حالتها را تجربه می کند و به ندرت اتفاق می افتد که در اوقات تنهایی بتواند خلاق و پربار و مثبت به ویژه در خلق آثار هنری، نویسندگی و شاعری گردد و همانی بشود که فرزانگان و هنرمندان و مخترعان از آن لحظه ها بهره بردند و آثار گرانمایه و ماندگار خلق کردند. در زیر به چند نمونه از نشانه های مشترک تنهایی اشاره می کنیم.
به این باور رسیدن که هر کس یار و دوست و دلبندی دارد و او محروم و بی‌بهره از چنین موهبتی است. احساس پریشانی و آشفتگی و گرفتاری کردن. در بین جمع بودن و احساس تنهایی کردن و نجوشیدن با دیگران. در برابر دیگران خود را دست کم گرفتن و احساس شرم و خجالت کردن و حتی در هول و هراس دائمی بودن. احساس خشم و غضب و برافروختگی و داشتن حالت تدافعی و تهاجمی. خود را ناشی و بی دست و پا انگاشتن. قبول این موضوع به خیش که چیزی کم دارد. احساس جدایی و تنها ماندن و بریده شدن از جامعه و محیط. احساس استراب و تشویش از غافل ماندن دیگران از وضع و حال خیش که او را به حال خود گذاشتند و متوجه بدبختی و حال زار او نیستند. احساس نادیده شمردن دیگران و خود را به ندیدن زدن و سراغ او را نگرفتن. بیمیلی و دلسردی از هر تلاش برای تغییر و تحول در خویش و نوآوری. احساس خلع، یأس و نومیدی و افکار خودکشی به سر دادن. شوخی روزگار. طنز دوران معاصر در این است که تنهایی در جوامع پر جمعیت و شهرهای شلوغ بیشتر از سایر نقاط، روستاها و دهات و غیره ساکنان و مردم آنجا را درگیر می کند. غالبا افراد احساس می کنند که ارتباط انسانی خیش را با اجتماعی که در آن می زیند از دست داده اند و هیچ جامعه شناسی علت این حالت و جدایی را به درستی نشناخته و به ریشه آن پی نبرده است. علت چیست که دوری و دوستی را رمز ایمنی و سلامتی و آرامش خیال خود برشمردند. در قرون گذشته خانواده ها بزرگتر و پر اولادتر بودند و افراد از ثبات و آرامش اخلاقی فزونتری برخوردار می شدند و مدارا و سلوک و سازگاری بیشتری داشتند و غالباً با هم زیر یک سقف و در یک خانه زندگی می کردند و در نتیجه احساس تنهایی کمتری می کردند و طلاق و جدایی به ندرت پیش می آمد. حالان که بر طبق آماری که گرفته شده حدود یک چهارم از آمریکایی ها تنها زندگی می کنند. امروز جدایی های فیزیکی امری عادی تلقی می شود و همین امر یعنی صدها فرسنگ دور شدن از همدیگر پیوندها و رشته های محبت خانوادگی را کاهش داده و سست و لرزان و ناپایدار کرده است. اگزیستانسیالیست ها که انسان را موجودی قادر به خلق و آفریدن و عمل دانستند، این نظریه را مورد بحث قرار می دهند که آدمی تنها به دنیا می آید و تنها زندگی می کند و تنها می میرد. حالان که فلسفه بودا در باله تنهایی چنین استدلال می کند که انسان ها می توانند با ایجاد ارتباط با دیگران از بار تنهایی خیش بکاهند. بنابراین تنهایی به مانند گرسنگی یا تشنگی جزء نیازهای ضروری و اولیه آدمیان نمی باشد و با شرایط طبیعی انسان مغایرت دارد. تنهایی مزمن می تواند عواقب زیانبار و خطرناکی به همراه داشته باشد که از نمونه های آن سکته ها و اختلالات دستگاه گردش خون و عروق و قلب و مغز و فشار خون نامتعادل است. دکتر جان کاچیپو، روانکاو و استاد دانشگاه شیکاگو درباره نحوه درمان مؤثر این قبیل بیماران مبتلا به تنهایی به دادن فقط یک نسخه اکتفا می کند و آن هم بیرون کشیدن این تنهایان از خلوتگاه خود و معاشرت و رفت آمد و تنها نگذاشتن ایشان است. خویشان و نزدیکان و دوستان او می توانند در درمان ناخوشی او نقش موثری ایفا کنند که کارش به جاهای باریک نکشد و از شر افکاری که او را به گوشه خانه انداخته رهایی یابد. این نکته را هم باید دانست که احساس تنهایی هر قدر شدیدتر باشد درمان آن هم بسی دشوارتر خواهد بود.
به هر حال یافتن علت و ریشه این عارضه از اهمیت به خصوصی برخوردار می باشد. مثلا فردی که به گوشه تنهایی پناه برده چه کارهایی می کند؟ در خود می خزد و یا به مواد مخدر و الکل و یا به خواب پناه می برد. در آن اوقات و در کنار چه کسانی احساس راحتی و آسودگی و امنیت می کند؟ دلش می خواهد با شخص به خصوصی همدم و همنشین باشد یا به محفل و مجلسی برود که با آدمهای مورد نظر خیش آمیزش داشته باشد و احساس تنهایی نکند. آیا جرأت می کند با دیگران هم کلام شود و یا در حضور جمع به سخنرانی بپردازد؟ بار دیگر خاطر نشان می سازیم که حس تنها بودن بیماری و عارضه بدخیم و مهلکی نیست، بلکه احساسی است طبیعی که همه بدان نیاز دارند و هر کس در شرایطی ناچار است خلوت گزینی کند تا افکار پراکنده خیش را سامان دهد و آرامش از دست داده اش را به دست آورد و با تمرکزی که پیدا می کند به رفع مشکل و حل معمایش بپردازد. امروزه با گسترش شبکه های اینترنتی بسیاری به این باور رسیدند که می توانند تنهایی خود را با ارتباط و تماس الکترونیکی و گپ و گفتگو جبران کنند. اینان از این موضوع غافلند که آدمی نیاز به ایجاد ارتباط رو در رو و همزبانی و همنفسی دارد. روح بشر همیشه چنین اقتضایی داشته است و هیچ چیز جای این نیاز روانی انسان را پر نخواهد کرد. هم کلام شدن، صحبت کردن، درد دل کردن از ضروریات روحی آدمی بوده است. فرار از مردم و در پستوی خانه خزیدن و در به روی خیش بستن هیچ کس را از فشارهای زندگی، امواج استرس، دلهوره‌ها، اضطراب‌ها، افسردگی‌ها در امان نگاه نخواهد داشت. یار همدل را باید جست و زندگی را با وی شیرین و شاد و لذت بخش کرد. بسیاری از بیماری‌های شهرنشینی و زندگی مدرن حاصل و پیامد دوری و گسستن رابطه‌های عاطفی بوده است. مردمی که همانند ماشین گشته و زیر فشارهای تبلیغاتی هویت انسانی خیش را از یاد بردند، باید به طبیعت اصلی خیش بازگردند و در برابر تهاجم گسترده استرس‌هایی که شور و شوق زیستن را از انسان سلب می‌کنند، پایداری و ایستادگی نشان دهند و با نیرویی که همچنان در ایشان زنده و پویا و بالنده است به مقابله با افکار سیاه و منفی و مخربی که ذهن و ضمیر انسان را از آن خود می سازد برایند و سر تسلیم در برابر فشارهای استرسی فرود نیاورند. به هر صورت این عارضه نیز همانند تمام ناخوشی‌های جسم و روح آدمی علاج و درمانی دارد. اگر افسردگی باعث تنهایی شخص شد، باشد با تشخیص پزشک می توان از داروهای ضد افسردگی استفاده کرد. روش دیگر که معمولاً در غرب به کار برده می شود، مأنوس شدن و همزیستی با حیوانات خانگی است. امروزه در جوامع شهری بیشتر خانواده ها با سگ و گربه و خرگوش و پرنده همنشینی، انس و الفت پیدا می کنند تا بتوانند زهر تنهایی خیش را کم اثر و خونسا سازند. انسانی که محکوم و مجبور به تنهایی و خلوت نشینی گشته، یکی از راه‌های مقابله با این عارضه را زندگی کردن با موجودات بی زبانی برگزیده که گرچه زبانی برای سخن گفتن ندارند، ولی در بسیاری موارد توسط غریزه حیوانی خود قادر به ایجاد ارتباط با صاحب خیش می‌شوند و به صورت همدم و مونس او در می‌آیند و در کاستن بار سنگین غم تنهایی تنهایان به خصوص سالخوردگان اثر بخش می گردند. جالب آن که در معاینات پزشکی کاهش فشار خون و حتی کلسترول و تریگلیسیرید این قبیل افراد مشاهده گشته است. تست استرس پایانی. در پایان با تستی دیگر می توان به بارسی دیگری از احوال و رفتار خیش در خلال یک سال گذشته پرداخت و به درک این نکته رسید که در این دنیای آشفته و پرآشوب و پرجوش و خروش کنونی
که دائما در حال دگرگونی و تغییر و تحول است و آدمی در برابر کوهی از مشکلات و دشواری ها قرار می گیرد، چه واکنشی در رویارویی با ناملایمات از خود نشان داده ایم و چگونه با رویدادهای خواسته و ناخواسته به مقابله برخواسته ایم و چه امتیازهایی به آنها داده ایم. اتفاقات و رخدادهایی که گاه به صورت فشارهای جانفرسا و ضربه های کوبنده استرسی به تخریب و نابودی سیستم ایمنی بدن منجر می شود و روح در پی آن ضعیف و زار و پژمرده می گردد و برای پیدایش انواع بیماری های جسمی و روانی آمادگی عضوی و ارگانیکی به وجود می آید. در این جدول حاوی نشانگانی است که معمولاً به استرس ارتباط پیدا می کند و بر حسب نمره هایی که به هر ستون داده می شود می توان امتیازها را جمع بندی کرد و از مجموع آنها به نتایجی دست یافت و بازتاب‌های خود را در مقابل حوادث و اتفاقات و وقایع زندگی گذشته خیش سنجید.